بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه 30 ماه ژانویه سال 2022 برابر با 10 بهمن ماه 1400 و این برنامه به وسیله تلویزیون مردم از طریق یوتیوب و فیسبوک و اینترنت و بعضی از کانال های اینترنشنال چنل هم شنیدم برنامه رو پخش میکنه. کدومشون من نمیدونم، برای من مهم نیست. سال هاست ما گفتیم که کاپی رایت رو برداشتیم، هر کسی میخواد میتونه برنامه ها رو استفاده کنه به شرطی که از سر و تهش نزنن. ماجرای سر و ته زدن رو میدونید، میگن که طرف ماهی میپخت، سر و ته ماهی رو میزد و این دختری که توی اون خونه بود یاد گرفته بود از مادرش که باید اینجوری ماهی بپزن. وقتی رفت خانه همسر، همسرش بهش گفت که چرا تو سر و ته ماهی رو میزنی؟ گفت مادر من همیشه اینجوری چیز میکرد و اینها. گفت خب چه فرقی داره؟ گفت من اینجوری یاد گرفتم. بالاخره داماده وایساد. وقتی یه دفعه مادر خانمش اومد اونجا بهش گفت که شما چرا سر و ته ماهی رو میزنی؟ گفت که مادر جان، این ظرفی که ما داشتیم کوچولو بود، جای ماهی بزرگ نمیشد، ما مجبور بودیم سر و تهش رو بزنیم. بعض وقتا ما چیزایی که عادت میکنیم و یاد میگیریم بعدا فکر نمیکنیم دربارش، بدون فکر اونا رو انجام میدیم. اجازه بدید من همین اول برنامه از دوست عزیزی که از کانادا زنگ زده بود، پیامی گذاشته بود و پیامی گذاشته بود که وقتی من براش پیام گذاشتم گفتم خیلی ممنون، بعد دوبار پیغام گذاشت، شرمنده شده بود، عذرخواهی کرده بود. اصلا مهم نیست، به قول آمریکایی‌ها no hard feeling، هیچ دلخوری از شما ندارم. میدونم بعضی وقتا ما عصبانی که هستیم هر چیزی دلمون میخواد میگیم و به همین خاطره که به اون میگفتم این حرفامونو تو دهنمون یه بار مزه مزه کنیم ببینیم به دهان خودمون مزهش خوبه یا نه، بعد بگیم. ولی کی دیگه این روزا فیسبوک و تلفن و اینها میگیم و میریم. ولی ممنونم، باز شما انقدر معرفت و شعور و انسانیت داشتی که وقتی من بهت گفتم کمی به فکر فرو رفتی و بعد پیغام گذاشتی. ایشون اعتراض کرده بود که چرا من تو برنامه ها هی اسم آقای اکبری رو میارم. خب آقا الان آقای زمانیان اومده اینجا، لطف کرده نشته سلام سربی جان، میگه به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. من اگه سنگم باشم، اگه کوه هم باشم، وقتی آقای زمانیان میگه سلام سربی جان، منم میگم سلام فرهاد گرامی، سلام دوست نازنین، سلام عزیزم که 3-4 تا پیغام گذاشتی امروز من پخش میکنم. کلی خندیدم، گفته این میوه فروشه، ما هم اومد فکر کردم شما سفارش دادی برات میوه بیارن، ولی نگو که این میوه فروشایی که با ماشین میان و فریاد میزنن. زمان ما با اولاغ میومدن و بار اولاغ بودن، بیچارا داد و بیداد، الان با ماشین میان و توی بلندگو صحبت میکنن. ولی همسایه ها ناراحت نمیشن مثلا یکی مریض داشته؟ البته توی کشورهایی که دموکراسی نیست و زور میگن یکی از اون پخش میکنه. اینجا کلیساها دلینگ دلینگ زنگ میزنن و من یه 2 هفته‌ای که رفته بودم ترکیه واقعا دیوونه شدم از دست این مساجد. هر مسجدی سر چهار تا مسجد، هر کدوم بلندگوهای بزرگتر با صداهای بدتر، از اون میگفتن آبرو، از اون وقتا وقتی میگفتن ما یک کانکشن، یه ارتباط خوبی باش برقرار میکردیم، خوشمون میمد از اینکه اینجوری میگفتن. البته همش منتالی ها، ولی فرار کردیم آقا ما از ترکیه، گفتیم بابا تا اردوغان اونجاست نمیریم. خب آقای موثقی اینجاست. چون آقای موثقی اینجاست، ضمن این که بهشون سلام میکنم، خوش آمد میگم و ممنون هستم که با ما هستن، یه چیزی رو که ایشون گفته و من تعجب کردم که ایشون که الان چند سال بیننده برنامه ما هست چجوری هنوز فلسفه تلویزیون مردم رو نمیدونه، گفتم خب خیلی خوب شد که من این رو بازگو کنم یا تکرار کنم. دوستان نگاه کنید، یه زمانی بود که ما چندین نفر برنامه داشتن، یوتیوب نبود، فیسبوک نبود، به این سادگی نبود که هر کسی روی اینستاگرام، روی
چیز تلفنشو بگیره دست برنامه بذاره، مجبور میشدن بیان اینجا و از طریق تلویزیون مردم برنامه‌شون رو پخش کنن. الان که من هستم و هفته قبل آقای چمنارا بوده و کانون آوا، بگید نیم ساعت تا یک ساعت آقای چمنارا، یک ساعت کانون آوا، دو ساعت هم من ماکسیمم میشه 4 ساعت. خیلی خوبه، روزانه چند ساعته؟ 24 ساعت. 4 ساعت شما هستیم با شما، 20 ساعتش خالیه برای شما آقای موصلی، برای دوستان دیگه. یکی بیاد از خدا بگه، یکی از بی خدایی بیاد بگه، یکی از مجاهدین بگه، یکی از مجاهدین جدا شده بگه، یکی نمیدونم فوش بده به آخوندا، یکی بیاد خوبیاشونو بگه. ولی نکنید این کار رو، شما که آلمان و فرانسه زندگی میکنید، نگید به یه نفر که آقا شما بیا از آخوندا بگو. آقا من چی بگم از آخوندا که برای شما جدید باشه؟ اینکه آدم کشتن، اینکه جنایت کردن، اینکه دروغ گفتن به مردم. شما میگید این سوربی احمقه، حالا فهمیده بعد از 43 سال؟ اینه که ما خیلی زودتر میدونستیم، درسته؟ یا بیان چی بگیم؟ تا یه نفر میاد مثل مسیح علی نژاد هیجان زده بشیم و بریم دنبالش، فردا بگیم آقا ببین این سوربی هم خدا اینا رو هنوز نشناخته که اینا خودشون نفوذی هن، اینا نمیدونم فلان هن، اکبر گنجی میاد، نمیدونم روح الله زم میاد، این میاد، اون میاد و الی آخر. و من با شما فرق میکنم، من یه آدم دیگه هستم، مطمئنم شما با برادرت با خواهرت فرق میکنید. به همین خاطره که این ماشین ها رو رنگ های متفاوت میسازن، یکی رنگ سفید دوست داره، یکی رنگ مشکی دوست داره، یکی قرمز دوست داره، یکی آبی دوست داره. شما نگید نه من چون باورم اینه که رنگ سفید بهتر دیده میشه، رنگ سفید تمیزتر میمونه، همه باید رنگ سفید بخرن. حالا من برای شما یه ویدیوی فرستادم که همین آقای شیدای همدانی مشهدی اصفهانی، نمیدونم کیه، این بنده خدا هم داره تلاش میکنه ویدیو میسازه، بعدم از مرز میخواد فرار کنه که بیاد یه جای پناهنده بشه، امیدواریم بشه. اینا فکر میکنن مثلا حالا چون تار میزنه و شعر میخونه، اگه پاش برسه به آمریکا میبرنش هالیوود، اونجا چی میشه؟ نمیدونه. آقا اونایی که 40 سال برای مردم ایران خوندن، بعضی هاشون اینجا از گرسنگی خانواده خودشون هم بهشون سر نمیزنه. ولی خب بذار باش. خب من این ویدیوی آقای این کیه که از اکبری سوزش میشه، شیرازی ها وقتی یکی حسودش میشه میگه فلانی سوزویه، یادت هست؟ سوزویه، سوزش شده. نه اسمشو نگفته، متاسفانه اینم یه اشکالیه که ایرانی ها وقتی تماس میگیرن انقدر هیجان زده و ناراحت و عصبانی هستن جزئی ترین چیزا یادشون میره. آقا سلام، من سوربی هستم، من از واشنگتن زنگ میزنم، برنامه فلان روز رو دیدم، شما در نیم ساعت دوم یه همچین چیزی گفتی، این درست نیست، یا به نظر من این یادمون میره، اصلا بلد نیستیم. آقای تحمورس زمانی یه برنامه دیشب گذاشته بود، خیلی جالبه، میگه وقتی که این آخوندا، آقا دارم از آخوندا بدی میگم، آقای موصلی دست بکن به جیب، وقتی این آخوندا آمدن و زدن کشتن افسرهای ارتش، امیرهای ارتش، یه نفر ایرانی خوش غیرت نیومد تو خیابون. میدونید چرا؟ برای که ما عادت کردیم شاه هم میگرفت و میزد و میکشت، ما همجور به خیال میگشتیم. میگه باید یه آموزش و پرورشی داده بشه، آدم ها عوض بشن. یه آقای هست به نام دکتر حسام نوذری، نوروزی نه، نوذری، حتما ویدیوهاشو نگاه کنید. اولا چقدر این آدم قشنگ صحبت میکنه، انگلیسی، فارسی، چقدر میدونه، رشتهش نمیدونم چیه، بیولوژی خونده، زیست شناسی خونده، چی خونده نمیدونم، خیلی قشنگ صحبت میکنه. نقل این که میگه نگاه کن چون این رنگش سیاهه، ما رنگ و سفیده، ما فکر کنیم ما دو تا نژادیم، در حالی که ما دو تا نژاد نیستیم. دلیلش هم این استخون هممون سفیده، خون هممون قرمزه، مغز هممون خاکستری، مغز این سوربی هم که گچ، همه اینا مثل همه، اونایی که مثل همه در نظر نمیگیریم. ولی این بیچاره چون یه جایی بوده که هوا، آفتاب روش اثر گذاشته، این باید این رنگی باشه تا با رنگ ماورای بنفش، نور خورشید، یووی،
بتونه زنده بمونه. میگه شما اگه بری کجا؟ تو سنگال فکر کنم گفت. گفت شما اگه بری سنگال یه ساعت برای آفتاب وایسی پوست میندازی، ولی اون طرف تو همون کشور وای میسه دو ساعت فوتبال بازی میکنه، ولی اگه شما 6 ماه اونجا بمونی پوست شما عادت میکنه با این گرما و با این آفتاب و اینا. شما که رئیستون یا نژادتون عوض نشده. میگه این جین هممون یکیه. حتما برنامهش رو نگاه کنید، ویدیوهای بسیاری داره، گویا کالیفرنیا سفر کرده و اینا بمانه. در هر صورت لب مطلب، خلاصه مطلب بذارید این آقای سعیدیه. آقای سعیدی من رو برنامه هستم، اگه میخواین من به شما از اون ور زنگ بزنم که با هم صحبتی داشته باشیم، اگه نه بعد از برنامه. کدومش؟ چشم، مرسی. بله ببینید، نه آقای موصلی، آقای موصلی رو اسم میبرم چون میدونم ایشون دوست خوبیه، ناراحت نمیشه، دلخور نمیشه و ازش ممنونم که یاد من آورد که من اینو بازگو کنم، چون من خودم به همه میگم. دیدید بعضی از این برنامه ها میگه، یکیش همین آقای حخا بود، من دو سال پیش تو برنامه گفتم آقا مردم که به پای برنامه های تو ننشستن ببینن دو سال پیش چی گفتی. بعضی وقتا ببینید یه حرفای تکراریه و تکرار بد نیست. چگونه این دیکتاتورا با تکرار تو مغز من و شما میشینن؟ یکیش میگه نماز بخون، یکی میگه یه شنبه ها بیا، که اینا تکراره، ولی آدم ها رو کنترل میکنن. حالا ما که نمیخوایم کسی رو کنترل کنیم، اقلا تکرار کنیم، یادآوری کنیم که آقا بازی فوتبال اگه با دست زدی به توپ هنده، نمیدونم فاوله، میگیرن اینجوری اونجوری. گاهی وقتا این قانون ها، آقا در تلویزیون مردم، آقای موثقی گل، آقای زمانیان، آقای تیمورس، این تیمورس میگم تیمور زمانی، شما میتونید روزی 20 ساعت برنامه داشته باشید. 4 ساعتش هم برای من و آقای چمنارا و کانون آقا. خب این کجاش چیز نیست، به اصطلاح منطقی نیست. ولی شما به من نگو شما اینو بگو. شما یا خودت بگو یا یه ویدیویی که حرف دل شما رو زده با یه هزینه خیلی کم. حالا هزینه‌اش چیه؟ ما از سال 2006 گفتیم آقا 1 ساعت برنامه 20 دلار. زیاده. گفتیم آقا تو پول 2 روز رو بده، 2 تا 20 دلار بده، ما 100 دلار بهت میدیم. تو آمریکا یه چیزی هست میگه buy one get one free، یعنی یکی بخر یکی ببر. ما میگیم شما 2 تا بخر 7 تا ببر. از اینم بهتر، به جای 20 دلار شما آقای موثقی 10 دلار بده. 2 تا 10 دلار 20 دلار هفته‌ای بده، هر ویدیویی رو خواستی تا مدت زمان 1 ساعت، اینم میزنیم تو سر مال 2 ساعت. آقا اینجوری باید باشه. حالا من چی بگم از آخوند؟ آخوندی که حرف خودش رو عوض میکنه. آخوندی که میاد میگه ما خوده کردیم. مگه نگفت آقای خمینی؟ گفت ما خوده کردیم. مگه اینا تو قانونشون نیست که تقیه کنن؟ مگه همین الان آقای خامنه ای قشنگ تو دوربین نگاه میکنه، کسی که تا 2 روز پیش میگفته ما بمب اتم نمیسازیم و مغایر قانون قرآن و آدم کشی کشتار جمعی فلانی بیسار، الان فتوا میده که بله بمب اتم هم میتونیم بزنیم که دشمن نیاد بهمون حمله کنه. چی بگم از اینا؟ بعدم من اینقدر بلدم، شما که اینقدر بلدی شما بیا بگو. ماشاءالله سخنور هستی و این روزا هم دیگه لازم نیست اصلا به تلویزیون مردم، شما تو فیسبوک خودت شروع کن، ولی برای که مردم بفهمن کجا هستی چند هفته برنامه‌تو بذار تو تلویزیون مردم و یه هزینه خیلی کم. این هزینه برای چیه؟ برای که ما یاد بگیریم، برای حرفی که می‌خوایم بزنیم ارزش قائل بشیم. اول خودمون ارزش قائل بشیم. آقا ای پدر من فوت شد، برای پدرم ارزش قائلم. یه آگهی که می‌نویسم میرم میدم یه جایی، اینو تکثیرش می‌کنن، فوتوکپی می‌گیرن، درسته؟ یا اون آگهی اولی هم 20 دلار 30 دلار 100 دلار میدم یه کسی با قشنگ. این روزا دیدم تو ایران خیلی بنر درست میکنن، به در دیوار میزنن، نمیدونم پدرمان مرد تسلیت میگیم فلان اینا. یعنی اول خودشون خرج میکنن، بعدن مردم وقت میذارن خرج میکنن، یکی گل میاره یکی معمولی میاد، وقتشه دیگه گذاشته. ما عادت کردیم به مفتخوری و چون تو حکومت‌های دیکتاتوری بزرگ شدیم، ماها خودمون هم یه دیکتاتوریم، فقط تاج و تخت نداریم فعلا،
و الا تاج بهمون بدن، تخت بدن، عمامه بهمون بدن، نمیدونم منبره بدن، ما از اونها ممکنه بدتر باشیم. من یکی که حتما بدترم. یه دفعه به این آقای فلانی که میخواست رئیس جمهور بشه گفتم شما اگه بیای سر کار دوستات انتخاب نمیکنی، فامیل رو انتخاب نمیکنی؟ گفت چرا؟ گفتم خب اینا هم همین کارو میکنن. در صورت آقای موسوی شما بیا 20 ساعت در روز فحش بده با آخوندها، جنایاتشون رو برملا کن، ما پخش میکنیم. ولی لطفاً به من نگو چی بگو. اگر شما تهیه کننده برنامه بشی که به جای اینکه این کاغذها رو من یه هفته بنویسم شما بنویسی بذارید بگی بیا سربی بشین اینو بخون، میگم باشه، من ساعت 150 دلار میگیرم تا بیام مجری برنامه بشم. میخوای شما؟ اون وقت شما میبینی چقدر خوبه که خودت بخونی، خودت تهیه کنی، خودت بنویسی، خودت هم بخونی. ممنونم، متشکرم. بریم این ویدیویی که من برای آقای موثقی فرستادم پخش کنم برای شما و نظر شما رو بخوام درباره این آقا، که اولا ویدیوهاش هم چپ دست و چپ راسته. سپاسگزارم آقای سرمید عزیز، نظر لطف شما و باعث سرفرازی این جانب است. من خیلی خوشحالم که با شما دوستم آقای، برای همین که فرق داری، آن هم به صورت مثبت. من از تو خوشم میاد، درود بر تو، روز خوبی داشته باشی. مرسی آقای کردار عزیز، این کردارم خیلی بد قوله، به من قول داده آقای کردارش خوبه ولی قولش بده، قول داده که بیاد یه سری چیزایی رو از اون جنبش هایی که میدونه از زمان شاه، جایی که کار کرده، افرادی که میشناسه بگه، ولی یا گرفتاره یا میگه بابا ولم کن، بیام بگم که مردم بهم فحش بدن. چون مهم نیست که شما راست بگی یا دروغ بگی، یه عده بالاخره شما به شما فحش میدن. یا باید یه پوست کلوفتی داشته باشی مثل ما 22 سال تحمل کنی، یا زود بلند میشی. یه آقای بود به نام مجید زهرایی، نه اون مجید زهرایی اصلی، بلند شد جلوی دوربین روز 13 به در 22 سال پیش، دست گذاشت روی آلتش، همه را حواله مردم داد. یا اینجوری میشید. و خیلی دیگه هم دیدید که توی برنامه ها از کوره در میرن، فوش میدن، چنین و چنان و الی آخر. در اصل ممنون، متشکرم. بریم روی فیسبوک آقای موثقی که ایشون بنویسیم سید امیر موثقی. اتفاقا این آقای نوذری یه ویدیو داره راجع به سیدا، فکر کنم با آقای میبودی بوده، حتما نگاه کنید و جالبه. خب اینجا من این صفحه آقای موثقی رو به شما نشون بدم. دوستان من امروز چون توی نیویورک برف اومده خیلی زیاد، اینجا برف اومد خیلی کم، ولی خب همه چیزها رو به اصطلاح فلج کرد، مدرسه تعطیل فلان اینا. اگه دوست داشته باشین براتون نیویورک رو به صورت زنده نشون بدم، هر از یک دو هر از 80 ثانیه‌ای 10 ثانیه ویدیو نیویورک رو نشون بدم. نیویورک همون جوری که مثلا چهارراه زن مرکزش بوده، این تایم اسکوئر، تایم اسکوئر اینا بدونید به میدان هم میگن اسکوئر، یعنی مربع. حالا تایم اسکوئر نه میدانی هست نه چیزی، ولی خب مرکز اونجا. چرا؟ برای که اونجا ساعت ماعد بوده، الان همش تصویرای چیز میبینید، تصویرای دیجیتال و اینا دیوونه کننده است واقعا. و وقتی هم میری اونجا از بس مسافرها وای میسن، حتی راه میرن، ماشین راه انگی میکنن، یواش میرن، اینا رو نگاه میکنن، افراد که نیویورک زندگی میکنن عصبانی میشن، گاهی وقتی فوش میدن، دعوا میشه. و اینم ماجرای نیویورک. حالا ما گذاشتیم. هوای آلمان بهاری بسیار عالی است. خب جای ما خالی. من تاریخ شفاهی ایران را دارم میخونم و گوش میکنم. همه مقامات به هم میگویند دزد، این دزدی ژنتیک در وجود ایرانی هاست. آقای زمانی ها این کلمه ژنتیک رو زیاد استفاده نکن. همین آقای دکتر حسام نوذری خیلی قشنگ تعریف میکنه، میگه اینی که ما میگیم آقا این پدرش خسیست بود، عموش خسیست بود، اینم ژنتیکی خسیسته، این درست نیست. حتی بیماریایی که دکترها فکر میکنن ژنتیکی توی فامیل هست، میگه اینا درست نیست. یه کلمه استفاده میکرد الان یادم نیست، پتاژنی یه چیز اینجوری میگفت، اینا هست، میگفت این ژنه
اینجوری نیست که از باباش یه ژن اومده باشه. این ژن این مثلا یه اشکالایی هم پاتولوژی چی بوده، آسیب شناسی اینا، خیلی حرفاش انقدر پی ساعت به آدم حرفای خوب و زیاد میده که گاهی وقتی لازمه 2-3 ساعت آدم نگاه کنه تا ببین به اصطلاح ببینه و متوجه بشه. خب بیا میبینم اینجا که آقای موسوی، آقای مانوک خدا بخشیان رو هم دوست داره و عکس ایشون رو گذاشته، آقای بنی‌صدر رو هم دوست داره و عکس ایشون رو هم گذاشته. بریم با هم کامرای 3 آقای موسوی. من این 10 ثانیه میپره رو خاموش کنم. این صفحه آقای موسوی، این عکسه آقای موسوی شما وقتی گذاشتی بعد میتونی بگیری اینجوری بالا و پایینش کنی که وقتی یکی میاد تو صفحه شما اول اینجوری به اصطلاح قسمت یه قسمت دیده نشه، قسمت بالاش دیده بشه، یا من براتون اندازه‌ای میکنم که اندازه درست همین عکس فیسبوک بشه. فیسبوک 835x315 است. اگه این عکس رو این اندازه کنید قشنگ تمام عکس روشن به اصطلاح درست دیده میشه. در اصل این عکسه که ایشون رفته بر سر خاک آقای ابوالحسن بنی‌صدر. ابوالحسن بنی‌صدر به نظر من یه آدم گیجی بود. من یه ساعت نیم با ایشون در منزلش صحبت کردم و کل زندگیش رو میگم گیج بود. کسی که بره به اصطلاح درسای کشورهای مدرن رو بخونه ولی بعد بخواد بیاد با اقتصاد اسلامی بانک ها و اینها رو چیز کنه، این یه جاهایی کارش اشکال داره. خب پس دوستان شد سید هم ایشون اینجوری دوست داشته بنویسه، سید امیر موسوی. مخصوصا شما چون تو آلمان هستید قشنگ مثل خودم همون سید دوتا وای رو بنویسید و ای رو بنویسید و اینها. و بگذاریم اینا مهم نیست، مهم اینه که شما همین امیر موسوی هم من فقط میسم موسوی این پیدا میشه. خب اینم آقای مانوک خدا بخشیان. آقای مانوک خدا بخشیان هم یکی دیگه مثل آقای بنی‌صدر. اگه برنامه ایشون رو من 2-3 بار با ایشون صحبت کردم، برنامه ایشون رو دیده باشی میبینی که همیشه ادعا میکرد از آینده خبر داره، آینده رو میبینه، 4 تا کتاب خونده بود، اسم این کتابا رو چپ و راست تو برنامهاش میآورد. یه چند تا بچه جوونم بنده خداها مشتاق این شده بودن، این هم بهشون میگفت شطرنج اینجوریه، شطرنج اونجوریه. قولتون میدم شطرنج باز خوبی هم نبود. در هر صورت میگه که بسیاری میگوین نظام کی سقوط میکند، مردم چرا متهم نمیشن. مانوک خدابخشیان 3 سال پیش جمله ای را گفت که بسیاری متوجه نشدن، خارج از کشور یک جمهوری اسلامی دیگر وجود دارد، تا پاکسازی نشود اتفاقی نخواهد افتاد. خب شما باور داری اینو؟ حالا برای این کار چه باید کرد؟ من نمیدونم. خود مانوک خدابخشیان هم نمیدونست حتی زندگی خودش چجوری و کجا و چه راهی داره میره. و تلویزیون ها رو خیلی جدی نگیریم. یه چیزی بهتون بگم، حتی زندگی رو خیلی جدی نگیریم. ما اشکارمون اینه که بعضی چیزها رو خیلی جدی میگیریم. مثلا همین آقای موسوی اگه سازمان مجاهدین رو جدی نگرفته بود اینجوری جوانیش رو نمیداد به پای اینا، بعد اون احمقا بیان توف بندازن بهش فوشش بدن. چرا؟ چون حرف حق زده. این بابا رفته دنبال حق، رفته دنبال حق‌جویی برای 35 میلیون 40 میلیون اون موقع. ولی بعدن که فهمیده اینا حق نیستن، حق چیز دیگریست، اونا بیان بهش فوش میده. احساساتی نشین. تلویزیون برای تلف کردن وقته. ولی شما اگه دنبال جنبش میگردی که فکر نمیکنه حالا دیگه بعد از مجاهدین شما به این سادگی ها بیفتی در دام جنبش های دیگه. چه جنبشی رو الان شما میشناسی که از صمیم دل بخواد به مردم کمک کنه؟ جنبش روح الله زن که انقدر به مردم دروغ گفت، انقدر ساده لو بود که یه بچه جوونی از ایران خبرها رو بهش میداد، این همون خبرها رو میخوند، بعد میگو ما اطلاع داریم، ما توی دستگاه هستیم، ما پول داریم، ما کشورها بهمون کمک میکنن. و میبینید الان دوستاش میان میگن آقا این پول نداشته، زندگیش اینجوری بوده. همه دروغ میگن. اگر دروغ نگی میشی مثل سوربی. میبینی آقا تلویزیون مردم رو حمایت کنید، طرف زنگ میزنه میگه آقا همینی که مردم حمایت نمیکنن. نمیگه چون تو راست میگی ما دوستت نداریم، تو باید دروغ بگی، باید دستمال یزدی دستت باشه،
باید چاپلوس باشی، من نیستم، احتیاجی هم ندارم به پول شما. 66 سال هم روز کار میکنم، تا روزی هم که بدنم جون داشت باش کار میکنم. تازه کارم نکنم تو کشوری کار کردم که بازنشستگی داره، بیمه داره، البته خاک بر سر آمریکا با این بیمه نمیدونم مدیکرش و اینا، بیمه خودمون رو هم زده خراب کرده. اونایی که مدیکر دارن میدونن من چی میگم. یه بیمه داشتیم ما، یعنی یه پولی میدادیم، میدونستیم چند میدیم دکتر، چند میدیم بیمارستان. این مدیکر میاد به زور به شما میگه شما باید اینو داشته باشین. والا صد رحمت به دفترچه خدمات درمانی زمان شاه و صد رحمت به دفترچه کارمندان نمیدونم آموز پرورش و شرکت نفت و اینا که بیمه شرکت میخرید براشون یا آموز پرورش میخرید. اینا خراب کردن، دفتر ناگفته نماره. توی کشوری مثل ایران که سرمایه داری بود، اون وقت اومده بود دفترچه درست کرده بود بیمه خدمات درمانی که این سوشالیسم بود. این بود که نمیخوند، این بود که یه دکتری افتخار میکرد که برگای دفترچه های مردم رو میکنه، برای یکی جراحی مینویسه، برای یکی نمیدونم مینویسه، لوزش رو در آوردن و هیچ کس نیست کنترل کنه. و اون طرف هم خوشحاله که برای هر یه برگی بهش 10 تومن، نه 10 تومن میلیون ها، نه 10 تومن هزار، 10 تومن اون زمان داده. همه چیز خراب بوده. حالا مانو که خدا بخشیان شق و دمر کرده گفته ما تو خارج رو درست نکنیم، اصلا این نمیفهمیده خارج اثری نداره رو ایران. تا ایران مردم نخوان، من و شمایی که خارج نشستیم هیچ پخی نیستیم، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. همون خمینی هم که نشسته بود اونجا هیچ کاری نتونست بکنه تا اینکه مردم، ولی خمینی پایگاه زده بود تو ایران. اینا رو نمیفهمن. هی میاد دروغ میگه، میگه ما با افسرهای ایران در تماسیم. میاد دروغ میگه، میگه خیلی از سپاهی ها با ما هستن. یه نفر زنگ زده گولش زده که من سپاهی هم که اینم میخواد فردا بره تو ترکیه کلاشون هم بکنه تو گونیا ببره. این میگه خیلی ها با ما هستن. ولی خمینی و دیگران میدونستن چند نفر تو این مسجدن، چند نفر تو اون مسجدن، و روزی که بگن بیاین تو خیابون چند نفر میان. الان شما چقدر جنبش میبینید؟ میگیم جنبش قابلمزنی. آقای فرزاد نیساری میگه این جنبش رو ما 3 سال پیش شروع کردیم، اینا از ما دزدیدن. خب من اگه رفیق خوبی باشم باید بگم خب همون 3 سال پیش چی شد؟ چیزی نشد که 3 سال شما جنبش قابلمه رو درست کردیم به جایی نرسیده. حالا حشمت الله تبرزدی عقب افتاده اومده. از اون مهمتر یه عکسیه، نمیدونم فتوشاپ یا هرچی، فرح و رضا پهلوی و علی رضا پهلوی دارن با تنبک. میدونی رضا پهلوی جاز میزنه، یا اینجا میگن درام. جازی که ما میگفتیم تو ایران، اینجا بهش میگن درام، پرکاشن، هرچی. و اینا با قابلمه نشستن. خب پس اینا هم جنبش. بمگیم به گفته آقای جلالی، مانوکی در زمان شاه میرفت فوتبال رو از طریق ماهواره که تازه در آمده بود میدید و همه فکر کردن او غیب میداند که دستش رو آقای جلالی فوتبالیست رو کرد. ببینید آخه مانوک چقدر 80 سالش بود دیگه وقت فوت شد. این مثلا با اون دست لرزون میمد تو برنامه امیر علیرضا اونم مثلا میاد 50 دلار بهشون میدن، اونم میگه من صدقه میدم بره نهار بخوره. اینجوری آخه اینا کی بودن؟ این بزرگترین افتخار مانوک خدابخشیان بود که رفتم از بازی فوتبال شاهزاده، بازی فوتبالی که همه ترسیدن، گذاشتن این آقای عقب افتاده گل بزنه بهشون، این ریپورت کرد. آقا سیاوش آزادی کیه؟ بزرگترین افتخارش این بود یه دفعه رفتیم یه جا گزارش بدیم، من رفتم بالای ماشین آنتن وز کردم. یه مشتی فسیل، خود منم الان دارم میشم فسیل، خیلی به اونا چیز نکنم، ولی من اقلا فهمیدم که من چیزی نمیدونم. این خیلی خوبه که آدم بفهمه که چیزی نمیدونی. در هر صورت ممنونم و متشکرم از این و همین مجاهدین مگه در سالهای قیام از حمایت‌های امیر اروپا و غربها برخوردار نبودن و بعد لجنمار شدن که خوب از اونها سوء استفاده کردن. خب همینه، وقتی دانش نداشته باشی طرف ازت استفاده میکنه، مثل دستمال میخواد کسافت چه پاک کنه، حالا یا بالا یا پایین پاک کنه بعد بندازد دو. این کارو با مجاهدین بارها کردن، ولی اینا درس گرفتن؟ نگرفتن. اگه درس گرفته بودن، یه آدم صادقی، شما بیشترین چیزی، گرونترین چیزی که داری آقای موصلی چیه؟ زندگیت، عمرت. شما اینو صمیمانه در طبق اخلاص گذاشتی دادی به اینا،
و ببین چجوری اینا ازش سوء استفاده کردن. شما داستان این مرغی که تخم طلایی میذاشت میدونید دیگه همتون. یکی احمق بود سر مرغه رو برید. خب آقا این داره برات روزی یه تخم میذاره، تخم طلایی، زندگی تو بکن. شما مرغایی بودین که تخم طلایی برای مجاهدین گذاشتین. اگر رجبی احمق نبود، ابریشمچی احمق نبود، دوستان دیگه احمق نبودن، باز شما رو اینجوری به این وضعیت آبرو خودشونو ببرن به جای اینکه ازتون قدردانی کنن. آقا شما 20 سال بودی ما اینقدر بهت میدیم، شما 10 سال بودی ما اینقدر بهت میدیم، اون یکی 30 سال بوده ما اینقدر بهش میدیم، یه خونه کوچولو هم میدیم. بدبخت، این پولی که داری میبری میدی به نوت گینگریچ احمق که بیاد بگه من اگر میدونستم شما اینجوری استقبال میکنی اقیانوس رو شنا میکردم، و اونم میخنده عقب افتاده مریم رجوی. بیچاره، این پولی که میدی به جولیانی دیوانه و روانی بده به موثقی، بده به رزاقی، بده به آقای فتاییان که امروز مهمون برنامه ما بوده، برید ویدیوشو ببینید. میدادی به اینا، اینا رو نگه میداشتی با وجودی که ازت جدا شده بودن بازم باهات بودن. در هر صورت ممنون و متشکرم. ما حالا میخوام هنوز میخوام بریم این فیلم رو به شما نشون بدیم و نظر شما رو بخوام. این فیلم رو هم این شاعر رو شما همتون میشناسید و حالا یه کار جدیدی کرده، نمیدونم این کار مال قبل از اینه که باکو گرفته باشنش یا بعد از اینه. دست بذارید من اینجا کامرای سه این ویدیو رو میارم. امیدواریم یوتیوب هم یقمون رو نگیره، یعنی این آقا این عقل و دانش رو داشته بوده که برنامه‌شو بدون کپی رایت بذاره تا دیگران بتونن پخشش کنن. گوش بدیم با هم. 100,000 تومن نزد امامزاده مفنگی اگه برق بیاد. تومن اللهم روح به روح محمد و آل محمد. این تنها راه آزادی و رهایی از جهل و خرافات و مکافات و بدبختی و بیچارگی و فرومایگی و بسیار عالی دوستان. این تنها راه رهاییه. حالا این راه رو من بهتون میگم کیا قبلا رفتن به هیچ جا نرسیدن. آقای امید امیدوار قرآن آتش میزن، اون یکی میمد ادرار میکن، آقای خواننده شاهرخ، خیلی ها این راه رو رفتن، آقای کاظم علی اصغر کاظمی یا شایان کاویانی، آقای فولادوند، آقای فاضلی، رضا فاضلی، آقای شیدای همدانی. شما درست موهاتم رنگ میکنی، خیلی جوان نیستی، ولی شما دیر آمدی، دیر رسیدی. ولی آقای موثقی دوست داره این ویدیو رو پخش کنه، پخش کنه، ولی شرط داره. منی که میخوام بدونید ما اینجا یه سیستمی داریم، ویدیو یوتیوب هم میتونیم دانلود کنیم، یا شما اگر یوتیوب پرایم خریده باشید ما 4-5 دلار داده باشین زیرش می‌نویسه دانلود. بذارید بهتون نشون بدم، حالی که صحبت از زیر ویدیو هست، ببینید سلیکت ایریا اینجا، ببینید مینسه یوتیوب پرایم، نگاه کنید اون بالا. دوستان خیلی چیزا هست که من و شما نمیدونیم، هر قدم بیشتر میریم دنبالش میفهمیم بیشتر نمیدونیم. نگاه کنید اون بالا که حالا یوتیوب پریمیومه، بعد میاد اینجا، اینجا نگاه کنید نوشته دانلود. بعضی از شماها اینو نداره. ببین اینجا آه دوستان ویدیوی ما رو که نگاه، خیلی جالبه 700-800 نفر میان ویدیوی ما رو نگاه میکنن، حتی یه نفر لایک نمیزنه. آقا خانم این لایک رو بزنی نه جای اسمت نوشته میشه نه ولی ویدیوی ما میاد این بغل، این بغل میبینید که الان نیست، بغله بغل ویدیوهایی که شما میبینید میاد بالا. آخه یه حرکتی هم آدم باید ببینه از دوستان از رفقا تا بگه بابا. وقتا میگفت شما برای کسی بمیر که برات تب میکنه. شما دوستان هیچ کنون موازن نیستین تب کنید برای یه نفر، برای یه جنبش، برای یه مجری بمانه. خب این لایک و ان لایک و سابسکرایب و اینا، آره این برنامه رو داره. ببینید شما، ببین من چقدر با وقت بذارم. یه ویدیویی که میفرستی من اینو میزنم، بفرمایید میگه اینجوری اینستال کن، واسه کن، دارم سیستمشو میزنم، زفت میکنم، مثلا ویدیوی مال آقای
چمنارا که هفته قبل ضبط کردم، 10 روزم ببخشید 5 روزم برایشون پخش کردم. شما فکر کنید آقای چمنارا چند داد؟ شما که مثل مجاهدین احمق نیستی فکر کنید آخوندا به ما میلیون ها پول دادن. به طرف بگم به این علی آقا دوستمون که میگه من 200 دلار برای تو میدم به مجاهدین، میگم 200 دلار برای من میدی به مجاهدین؟ من اصلا نه، به من چه این بسن، برو بده هر چی میخوای برو بده، نه این فقط پول، هر چی دیگه هم میخوای برو بده. خلاص برنامه ما از 2006 تا حالا این بوده، برنامه زنده بخوای 100 دلار مینیممشه تو من بیام بشینم اینجا، حالا تا 5 دقیقه بخوای حرف بزنی 100 دلار مینیممشه. گذاشتیم تا 2 ساعت 50 دلار، ولی تا 2 ساعت برنامه ضبط شده بفرسی 20 دلار مینیممشه که من همین کاری که بهتون نشون دادم این چند دقیقه ضبط کنم و بذارمش تو پلیلیست. حالا پلیلیست چیه؟ بذارید من پلیلیستم بهتون نشون بدم. امروز دیگه همه چی شده خب اینم اومد اینجا گارید. اوکی پلیلیست، این برنامه ای که ما اینجا استفاده میکنیم قبلا انکودر ویندو بود، بعدن که دیگه ویندو هی یکم یکم خودشو کشید کنار و فهمید که حریف اپل و اینا نمیشه و جوان ها اومدن، الان این برنامه است OBS. شماها هم میتونید مجانی برید بگیرید دانلود کنید و الان دلیلی که تصویر تو تصویر میاد چون من این دارم نشون میدم از خودش کپی میکنید که تصویر من نبید ولی تصویر اومد. anyway الان تصویر برای من اومده برای یه لحظه برای تو میزنم میبینید. okay. این برنامه شما اون ویدیو رو که ما گرفتیم اون وقت میایم اینجا توی این قسمت میذاریم یه ویدیو شما مثلا آقای مقصری، یه ویدیو شما آقای اکبری، یه ویدیو شما آقای زمانیان و الی آخر. به جای 3 تا ویدیو باشه، سربی باشه، آوا باشه، چمنارا باشه، میشه 20 تا ویدیو متنوع. ولی نه، ما هممون آسون میخوایم، ما میخوایم به اون بگیم تو برو برای من داد بزن. مجاهده همین میگه، میگه تو برو تو ایران برای من داد بزن، کشته باشو فلان، پرچم رو نمیدونم موکت رنگین و خونین که شد اونها من میام روی اون. سلطنت طلب هم همین رو میگه، آخوندم همین رو میگه، همه میگن دیگران برن بزنن و بکشن و بخورن، حاضر که شد من میام. آقا ما شعر داریم، این گنجشکک عشیمشی تو زمان قمینی که نگفتن، که تو زمان شاه خوندن، حالا چه زمانی شعرشو گفتن نمیدونم. میگه اون یکی بره بگیرتش، اون یکی بپزدش، اون یکی نمیدونم فلان کنه، آماده که شد اون یکی آمادش هم بیاره اینجا تا من بخورم. چی میخوره؟ حکیم باشی، ما هممون حکیم باشی هستیم. خب این الان این فیلم آقای شیدا همدانی که میگه این تنها راهشه، یعنی این نابغه قرن 21 دیگه نداریم بالاتر از این. چرا اون آقای قابلمه زنم داریم که میگه قابلمه و قابلمه، ما شیرازی رو میگیم قابلمه، این آقا میگه قابلمه و اینجوری ثابت میشه که زبان همون به گمانم هم گمان درسته و هم گمان درسته است. خب میکروفون رو بچرخونم به این و خب ببرم تو نیویورک. یه سر بریم نیویورک. کجا بودی؟ نیویورک اینجاست، این نیویورک. اوکی تایم اسکوئر یا میدان ساعت یا میدان زمان. خب اینجا هم بیایم یا برداریم دیگه اینو، چون وقتی چیز زنده میذاریم بعد هی میاد میگه که اینجوری اونجوری. خب مردم نیاز به حمایت های خارجی دارن. اصلا اینجوری نیست آقا، اصلا اینجوری نیست. مردم تا روزی که به فکر اینه که گوجه فرنگی له شده رو بذاره اون وسط به خانواده شما غالب کنه، احتیاج به هیچ کس نداره، نه خارج نه چیزی. مردم اگر گوجه له شده رو بذاره این و گوجه درست رو بذاره این و بگه گوجه درست کیلوی 20,000 تومان، گوجه له شده کیلوی 10,000 تومان، والا همونم میبرن رب و سس و اونایی که پول کمتر دارن میخرن. ولی شما نگاه کن قرن 21 ما تو خارج میرم رفتم یه نون خریدم 4 دلار از فروشگاه هریس تیل، قشنگ نوشته چه روزی درست شده، چه روزی بسته‌بندی شده، تا چه روزی اینو بخرید. حالا شما برو یه نون ایرانی بخر، پاکته رو داده چاک کردن گذاشته و نمی‌نویسه چه روزی. برو خوراکای ایرانی بخر، حتی نمی‌نویسه تاریخ انقضاش کیه. چیزایی که از ایران میاد، سوهان نمیدونم باقلوا اینا، نگاه کنید می‌نویسه تاریخ تهیه که اونم
خدا میدونه تاریخ و 3 ماه دیرتر زد. تا مردم دارو و یا کمک خارجی میخوان چیکار؟ آقا مردم اگه همشون فردا بیان بشینن تو خیابون فلج کنن، دولت رو فلج کنن، شرکت ها رو فلج کنن، کار کنن، ولی یه مش بازنشسته بدبخت چون بیکارن میان اونجا همدیگر رو ببینن، ای فلانی هستش، نه اونم هفته پیش مرد، شده براشون گدرینگ، گرده همایی. یا یه مش معلم بدبخت میان، آقا معلم در تمام جهان حقوقش کمه، میان اعتصاب تحصن میکنن. اولا تفاوت تظاهرات، اعتصاب، تحصن، اینا رو ما بلد نیستیم. بارها گفتم ما تفاوت خدمت با وظیفه رو بلد نیستیم. هنوز میگیم خدمت سربازی. آقا خدمت سربازی، خدمت یعنی چیزی که دلخواه بری، زور نباشه. این وظیفه سربازی ها. باز شنیدم میخوان سربازی رو بفروشن. به نظر من این کار درستیه. بگن آقا هر کی میخواد بخره سربازیشو بیاد مثلا الان مثل گفتن 15,000 یورو بده. آقا شما فکرش بکنید، این 15,000 یورو رو 2,000-3,000 یورو شو دولت ورداره، 10,000 یورو رو برای 2 سال بده به بچه اون کشاورزی که بلند میشه ده و مزرعه رو ول میکنه، میاد میره مثلا اهواز، کرمانشاه، خرم‌آباد، شیراز، زاهدان سربازی میکنه. چی میشه؟ اون که پول داره، آقازاده پوله رو داده، این بی پوله پول گرفته. و الا آقا شما باید بیاد بری سربازی. یه نفر یه مقاله خیلی قشنگی نوشته بود اگه این ماجرای سربازی بتونن به یه جایی برسن که یه نرخ درستی از اونا بگیرن، یه نرخی هم به اینایی بدن که میان خدمت میکنن یا انجام وظیفه میکنن، اون وقت میشه انجام وظیفه، یه حقوق بهت میدن. آقا مثل آمریکا یه زمانی درافت داشته، یعنی سربازی اجبار بوده، ولی الان به شما حقوق میدن مثل یه کاری، مثل هر کار دیگه، مثل پلیس، مثل آتش نشان. ولی یه سری آتش نشان در این خدمت انجام میدن، طرف استاد دانشگاه ولی میره هفته 2 روز تو آتش نشانی مجانی کار میکنه، برای دیگران خوراک میپزه، نمیدونم ظرفاشون رو تمیز میکنه، ماشین رو تمیز میکنه. ما ملتی که اینقدر ادعا داریم تفاوت خدمت رو با وظیفه نمیدونیم. تفاوت چی گفتم؟ تحسن رو با اعتصاب و با تظاهرات نمیدونیم. آقا تظاهرات شما میای، من رفتم جلو کاخ سفید تظاهرات میکنم که ما نمیخوایم برای ایران جنگ بشه، چون وقتی برای ایران جنگ بشه دیکتاتور قوی تر میشه، به مردم میگه نگاه کنید جنگ ها، اگر با من نباشین میان میزنن، مردم هم ساکت میشه. به این میگم تظاهرات، پروتست نشون میده یه چیزی. تحسن که برمیگرده به این چیزای مذهبی که میرفتن میشنسن توی یه جایی تحسن انتخاب میکردن تا مثلا به خواستشون برسن. یکی دیگهش گفتم چی؟ اعتصابات. اعتصابات شما میگی من امروز نمیام سر کار، ولی یادت باشه مثل زمان ریگان 14,000 نفر اینایی که توی برج مراقبت هواپیمایی کار میکردن گفتن ما با هم اعتصاب میکنیم نمیام. بهشون گفتن ببینید کار شما یه کار خیلی مهمیه، بیاین با هم صحبت کنیم، بیاین با هم به توافق برسیم. گفتن نه اعتصاب. گفت باشه اگه اعتصاب کردیم من کارمند جدید استخدام میکنم و دیگه شما رو راه نمیدم. و این کار کردم. باید مواظب بود ببینید چی. بعد حالا معلم اعتصاب کنه، اون هم تو زمان کووید که نه مدرسه مدرسه است، نه درس درسه، بچه ها روز روزونش دلشون نمیخواست مدرسه برن. این نیویورک رو بردارم دیگه نه؟ خیلی باشه. بس. خب. بچه ها روز روزونش مدرسه نمیخواستن برن. حالا که 2 سال هم باد افتاده تو تنبونشون، تنبلتر شدن. خب معلومه که نمیرن. تنها کسی که خوشحال میشه از بازم چیه این تحسنه؟ نشه تحسن معلمان. یعنی چی تحسن معلمان؟ تظاهرات، اعتصاب چیه؟ آقا کارگرای شرکت نفت، راننده های اتوبوس واحد، راننده های تاکسی، اینا اعتصاب کنن، بیان ماشینا رو پارک کنن. این کار کردن تو تهران، گفتن آقا بیمه نداریم،
نمیدونم به خاطر کووید چنین و چنان. بریم چند تا پیام آقای زمانیان گذاشته، از اوضاع احوال ایران با خبر بشیم و برگردیم. خیلی جالبه، من سوال کرده بودم، خب حالا این دوستی که هفته پیش زنگ زد فحش داد ولی بعد لطف کرد و دو تا پیام دیگه گذاشت و خیلی هم گفت من اصلا شرمنده‌ام، خوب تو تلفن رو برنداشتیم اینا، اتفاقا من امروز شماره رو نوشته بودم که به زنگ بزنم، بعد گفتم ولش کنیم بنده خدا حالا سر کار و اینا. بعد زنگ میزنیم با آقای سعیدی، عباس سعیدی، با ایشون صحبت میکنم. من تو برنامه ها مثلا سوال کردم که این ماجرای ایربگ چیه؟ چجوری تو ایران 60 تا ماشین تصادف میکنن اکثرا ایربگ داشتن ولی باز نمیشه؟ آقای زمانیان توضیح میده. خب حالا آقای زمانیان زحمت کشته توضیح داده، دوست عزیز من نباید اسمشو برم، نباید تشکر کنم؟ اگه تشکر میکنم به قول اکبری شما چرا حسودیت میشه یا سوزش میگیره؟ خب شما هم پیام بذار، شما هم نظر بده، پیام های شما رو هم پخش میکنیم. مرسی، متشکرم. آقای زمانیان میگه آقای سعید شاسوندی گفت در یه اتاقی پر از کاغذ کپی بود، ولی وقتی باز کردم دیدم تمام آن اتاق پر از دینار عراقی بود، با بسته‌بندی کاغذ کپی بعد آنها جاسازی میشد، برای مجاهدین خلق به اروپا فرستاده میشد. آقای خدابنده، دو تا برادری، آقای تبارم اینجاست. تبار جون من برات یه لینک، خب ببین آقای تبار وقتی برنامه داره منو دعوت میکنه، من یه جایی باشم اینترنت داشته باشم اینا، نمیرم نگاه میکنم، برنامه‌اش هم قشنگه، خیلی خودمونی راحت همجوری داره میره. من فقط تعجب میکنم این چه جوری اینقدر مردمو میتونه گیر بندازه، باهاشون صحبت کنه. ولی دیگه کانادا از ایرانی زیاده و اینا بمونه. براش نوشتم که آقا جون یه دونه از این چیزا پیدا کن بخر. ببین آقای تبار البته با تلفن چی میکنه، ولی اینا ببینید دوستان، این سپایه‌ها ترایپاد بهش میگن، ببینید اینجوری مثل آنتن ماشین این چیزاش در میاد، بعد شما میذاری مثلا ببین الان من اینو بگیرم روبروی شما، این دوربینای مال وبکم اینا که میذاریم روی چیز. براش نوشتم یه دونه از این ترایپادا لازم داری که وقتی میگیری خودت مثل شاگرد راننده تو رکاب نباشه، قشنگ بذاری ست کنی. البته خب ایشون میره جای عمومی، بعضی از اینا خوششون نمیاد، البته استارباک دیگه دهنش سرویس شد نمیتونه بگه خوشم نمیاد، جا نداره و ولی برنامه‌اش بعضیاش میره خونه اون کسی که مصاحبه داره یا اونا میان خونه و محل کارش اینا بمانه. برنامه سبا تبار هم نگاه کنید، سبا تبار اینجاست. آقای موثقی میگه خمینی از خارج اطلاعیه صادر میکرد و مردم با گلوله های گارد شاه کشته میشدن که آخوندها با حمایت کارتر و اروپا به حکومت رسید. آقا جون عزیز من، آقای موثقی، شما که آقای بنی صدر رو دوست داشتی کتاب بنی صدر رو بخون، کتاب نامه هاشو به تمام وزارت ها، من کتابشو دارم اینقدر بخون. خود آقای بنی صدر در حضور 4 نفر اونجا به من گفت اصلا این ماجرای کارتر رو اونا تصمیم گرفتن و انجام شد نیست. همین الان شما که اینو داری میگی خود شما داری ضد و نقیض صحبت میکنی، از طرفی فکر میکنی خارجی یا وجود ایرانی های خارج نشین لازمه تا ایرانی ها چیز کنن، از طرفی میگی باید کمک دولت های خارجی باشه. اینا نمیخونه با این حرفایی که انجام شد و ما دیدیم. آقا تا مردم تو خیابونا نیومدن، تا شاه به وحشت نیفتاد، تا رئیس ساواک فرار نکرد، تا دیگران نرفتن با هلیکوپتر از بالا ببینن آقا این دیگه شوخی بردار نیست، هیچ اتفاقی نیفتاد. و الا گوادلوپ و کارتر و این چیزا، این دروغایی که میگن اینا رو بری سطل آشغال. یه مقدار نوشته‌های آقای بنی صدر رو بخونید یا ویدیوهایی که همین آقای بنی صدر تو این تلویزیون مردم با آقای حسیبی برنامه داشت، برید الان ویدیوهاش روی یوتیوب هست، بنویسید بنی صدر حسیبی آقای بنی صدر، خیلی جاها رادیو برنامه رادیویی داشته، برنامه تلویزیونی داشته، برید یه سری نگاه کنید. شما باید یه جایی برسید بگید من فلانی رو قبول دارم، اگه میخواین یه جنبشی انجام بدید و برید دنبال اون کارهایی که اون میگه. مانوک رو قبول دارید؟ مانوک برنامهش چی بود؟ برنامهشو بیارید 1 تا 10 انجام بدید. برنامه نداشت. مجاهدین برنامهشون چیه؟ هیچ.
یه نفر یه تصویری 10 ثانیه میذاره اونجا، مجاهدین هیجان زده میشه، بعد حالا تازه معلوم شده میگن خود آخونده ها گذاشتن که مردم رو از این سفر رئیسی بپیچونن این برمونن. آقای پیروز محبی هم یه چی نوشته بود، اگر از خارج قرار نشه انتخاب کنن، به نظر شما داخل کی انتخاب میشه؟ والا من جمله رو نفهمیدم، اب نداره، فارسی من خوب نیست. صبح جان، فرهنگ ارتباطات دوچار یک اعتیاد ارتباطی است توی همه زمینه ها و روابط اجتماعی ما مشکل مغزی و بیماری داره. آقای دکتر حسام نوذری رو حتما نگاه کنید. تصویب شده 450 تا 500 میلیون فروخته می شود. من متوجه نیستم چی فروخته می شود. درست گفتید، 2 جعبه انار خریدم، همه را ریختم دور، تازه می گو همه را بخر، من زودتر برم خونه، کلاهبرداری بود تموم. تمومه. آقای زمانیان میگه عالی صحبت میکنید در رابطه با جنگ و گرانی، خیلی ممنون، متشکرم. و بریم پیامای آقای زمانی رو براتون پخش کنیم. بعد این آقای خدابنده هم مسعود هم داداشش ابراهیم خدابنده، اینا کسایی بودن که پول از این کشور اون کشور با کامیون و اینا می بردن، مثل آقای ماسالی که اسلحه می برده. اینا سرچشمه اطلاعات هست. متاسفانه اینا تو تلویزیون ایرانی نمیان، میگن بابا ولمون کن، بیان فوشمون بدن، نمیدونم بیان اون یکی بگی ماموره، این یکی بگی مزدوره، نمیان. ولی خودشون گاهی وقتی برنامه‌ای میذارن. ببین اینا رو نگاه کنید ببینید، و همه رو نمیخوام بگم مثل من اینقدر بدبین باشید، ولی یه نگاه بدبینانه داشته باشید. درسته میگن همه بیگناه هم تا ثابت نشه که گناهکارن، ولی همونجوری که ما تو فرهنگمون همه گناهکارن تا ثابت نشه بیگناه هم، بریم جلو که میشه همین، به همه شک میکنیم حتی به خودمون دیگه، الان دیده های خودمون رو هم باور نداریم. بریم سراغ آقای زمانیان. و باز یه بار دیگه تکرار میکنم دوستان، در تلویزیون مردم، چون فلسفه‌مون اینه، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم، شما میتونید اینجوری حمایت کنید که همین ویدیوی آقای شیدا، آقای رسوا، آقای حیران، خانم نمیدونم مسلطانه، هر کی، اینا رو پخش کنید اینجا، هفته 20 دلار، هفته 50 دلار، هفته 100 دلار بدید. هم شما به اصطلاح راضی میشی که یه تلویزیونی هست میتونی حرف بزنی، تعدادش هم ببینی چند تا دیدن چند تا ندیدن. و الان طرف میاد میگه خب شما اگه تو فیسبوک و یوتیوبی، من که خودم میتونم تو یوتیوب باشم. گفتم خب برو. بعد یه هفته میاد میگه آقا رفتم 2 نفرم نیومدن. میگم خب ما که بهت گفتیم که شما میتونی بری یه شاپینگ سنتری چلو کبابی تازه باز کنی، بشینی اونجا 2 هفتم خوراکات خراب بشه بعدم ببندیش بری، یا بتونی بری یه چلو کبابی که 10 سال 15 سال کار کرده به تو نشون میده که آقا من روزانه اینقدر میام، به تو میگه یه هفته بی بشین نگاه کن مشتری میاد فلان، بری اونجا یه پولی بدی، چون این بنده خدا بازنشسته شده، منم دوست دارم بازنشسته بشم. بیان اصلا تلویزیون مردم و مردم تیوی نمیدونم پیج و مردم ریپورت و همه اینا رو شما بخر، شما را بنداز اونجوری که خودت دلت میخواد. 24 ساعت فوش بده با آخوندا. آقا 2 روز فوش بدی با آخوندا، مردم میگن این او موثقی رو میگی؟ همون که دیوونه است همش فوش میده؟ امتحان کن آقای موثقی، ما همه اینا رو رفتیم امتحان کردیم، امتحان کن. 3 تا چی بذار که فوش میدی، طرف میگه آقا حالا اینقدر فوش میدی چه باید کرد؟ آقا شما میمونی، چون کسای دیگه بیشتر از شما فوش میدن، کسای دیگه این فوشا رو زودتر دادن. چه چیزی بگیم؟ همین که من از ایران در رفتم، کسی که کارمند دولت بوده، ماشین نو داشته، خونه نو داشته، شغل داشته، زن داشته، بچه داشته، این چه بگم؟ یه باز شیرازی ها میگن، شاید شما داشته باشین، میگن آردار یا باقار، کسی که آر داره، شعور داره، فهم داره. آردار اشاره، بی آر مناره، یعنی اونی که متوجهه، اونی که حواسش هست، شما یه اینجوری میکنی میفهمه، ولی اونی که حواسش نیست، شما یه مناره هم اینجا بزنی والا اینو نمیبینه. حالا بعضیا مناره منظورشون یه چیز دیگه است، بمانه. اوکی، در صد ممنونم، متشکرم، همین که بازم با ما بودی، همینم که پیشنهاد کردی این کارو بکنیم خوب. 2 نفر بودن در روزهای آخر حکومت صدام از عراق خارج شدن. ابراهیم خدابنده در سوریه دستگیر شد با 200,000 دلار سربازی فروخته میشه. بله بله
بله خبرش هست که قرار یه بار دیگه هم این کارو کردن سربازی. خب ببین بچه پولدارا که چه دوره شاه چه الان سربازی نمیگن، هر کسی به یه طریقی پول، خب یه آدم درست پیدا بشه بگه آقا این پول داره که میتونه از قدرتش استفاده کنه، نفوذ داشته باشه، سربازی نره، اقلا بی وجدان یه پولی بده، این پول رو بگیر بده با اونی که بدبخته بیاد سربازی. میدونی وقت میدونی صف سرباز اومدن چقدره؟ آها سربازی اگه خرید فروش یعنی سربازی رو اگر بتونی بخری، تعداد دانشجوهای علکی این دانشگاه آزادم کم میشه. طرف از ترس این که فعلا نره سربازی میگه 2 سال 4 سال برم دانشگاه، بدبخت باباشم خوشحال که پسرم داره میره دانشگاه، هی میرن دانشگاه، توقع اونا زیاد میشه، امیدش اینه که تو این 4 سال حکومت عوض بشه. آقا 40 سال نشده، بدبخت بی برو، اگه قرار سربازی هم بری برو سربازی دو کن، زود برگردی یه جابی شغلی سرانجامی پیدا کنی. خب ببینیم که آقای زمانی کجا هستی، بیه جلو. آقای زمانی چون نگفته پیام ها برای خودته، من به خودم اجازه میدم پیام هاشون رو پخش کنم، امیدوارم چیزی هم نگفته، بنده خدا داره حقیقت رو میگه، اقلا تلویزیون مردم خبرنگار داره از تو کوچه های تهرون دیگه. از این شما تا حالا کدومش دیدی طرف ایران نشینال نمیدونم چی فلان اینا میاد همش عکس و اون یکی نمیدونم آقا نگاه کن ما 10 روز اومدیم اینجا برف فلان. شما اگه یکی بهتون بگه یه دانشجو از سرما تو برف تو نیویورک مرده باورتون میشه؟ اگه بهتون بگه تو خیابان‌های شلوغ فرانسه، این آقای موصلی هم فرانسه است هم آلمان، تو خیابان‌های شلوغ پاریس که تو هر کوچه‌اش 4 تا رستوران و ملت همش میرن بیرون و میان همه شام و نهار و مشروب و سیگار و اینا رو بیرون میگیرن، یه عکاس خیلی معروفی شب رفته میکده بعد داشته برمیگشته افتاده تا از 9 شب تا 6:30 صبح یه نفر نیومده به این میگه حال چطوره، مرده یخ زده باورت میشه؟ او راننده کامیون تو ایران تلفن میگیره دستش آقا ما اینجا هستیم هیچکی نمیاد. اینو داشته باش، وقتی هم دولت یا یه آدم با شعوری سربازا رو میفرسته تو خیابون با پاروی با پارو که بیل برف پارو کنن، ملت عکس میندازن میگن نگاه که آقا بدبخت سربازا رو چجوری ازشون سوء استفاده میکنن، در صورت که سرباز باید همین باشه، گارد ملی باشه. اگه اینجا اشکالی پیش اومد، همین تو آمریکا چند ساله که من اینجا هستم هر وقت یه شلوغی شده گارد ملی رو میفرستن تو خیابون که مردم دزدی نکنن از فروشگاه. ولی همین آقای نوذری راجع به مردم ژاپن صحبت میکنه، میگه وقتی فلان شهر رو زدن، مردم وقتی میرفتن به جایی که 6 تا بطر آب بخرن، یه بطر آب میخرید که بقیه هم گیرشون بیاد. میگه اونا اینجوری فرهنگشون عوض شد. بعدم توضیح میده این همین ژاپنیه که آدم خار بودن، همین ژاپنیه که آدم کش بودن. یا آلمان که شما الان هستی، آقای مصدی میگه آقا ولمون که دیوونه اون کردی، شما رو نمیگه، آقای اکبری میگه آلمان که شما هستی، مگه اینا 50-60 سال چقدر پیش، 1945 بگو 55 تا الان 20 تا 60-70 سال پیش چه بلایی به سر دنیا می آوردن، ولی الان چگونه مهربون شدن مسلمانی رو که مسلمانای دیگه راه نمیدن اینا قبول میکنن؟ چرا؟ آموزششون دادن، پرورش پیدا کردن. پیام ها رو از آقای زمانی پخش میکنیم، بعد بریم سراغ آقای عباس سعیدی. سلام آقای سوربی، حال شما خوبه؟ مخلصم. خواستم بگم که نیمه فروش های محل من در مورد ایربک ماشینا، 6 تا ماشین تو پارکینگ ما به خاطر اینکه ایربک گرونه اونو فعالش نمیکنن، غیر فعال میکنن، حالا میخواد عمل کنه عمل نکنه اینا جلوتر اینو داره میگه انار در ازاستان بوده 3 کیلو گوجه فرنگی هم 20,000 تومان. بله بعد خواستم اطلاع بدن که
بله، آقای اکبری میگه در آلمان هم برای مقابله با حوادث طبیعی از ارتش استفاده میکنن. آقای موسوی هم میگه فقر و دزدی در خیابانهای پاریس بیدار میکنن، سر هر چهارراهی چند نفر زن و بچه و مرد دارن از مردم گدایی میکنن، هزاران بی خانمان کنار خیابان هست که توی کارتون زیر پل میخوابن. من 4-5 سال پیش که اومدم اونجا، همون جایی هم بودیم که خیلی تظاهرات میکنن که چیه لیبرتی سامتینگ، دیدم. ولی وقتی با چند تا از دوستان که اونجا بودن صحبت کردم، گفتن اینا کولی هن، همون جیپسی، و اینا بیشتر مال کشورهای دیگه هستن. حالا نمیخوام بگم چه کشورهایی، میان اونجا و اینا مثل گنگ هستن. میگه حاضرم نیستن برن توی خونه زندگی کنن، دولت بارها خواسته کمکشون کنه ولی آدم دلش برای بچه ها میسوزه، بچه های کوچیک همینجوری کنار خیابون پشت مغازه ها و اینها، ببینیم چی میشه. خانم الهه دانشزاده میگه جنایت های ژاپن در چین فراموش نشدنی است. بله، خیلی ممنون. لطفا انسرین ماشین رو چک کنید. آقای کردار میگه چشم، منظورم نشدنی است. خوندمش، بله. این نشدنی و اینا رو دو تا کلمه بنویسید مثل فامیلتون که گفتم، خیلی بهتره. بنویسید نشدنی است که قاشتی قاطی نکنه چیزون. در اصل خیلی ممنون، متشکرم. ما دیگه از بس چیزای غلط خودمون نوشتیم، میتونیم اینا رو بخونیم. بریم سراغ پیام دوم. و ایربگ، ایر که یعنی هوا، بگ یعنی کیسه، ایربگ. ولی اگه گفتیم ایربگ، بگ یعنی پشت، برگشتن. البته اینجا یه چیزی هم داریم بهش میگن بک پک، همون چیزی که شما بهش میگین کولی یا پشتی میدازن پشتشون، اینجا میگن بک پک. بک پک یعنی چیزای اینجوری. اینا مواظب باشید، ایربگ. حالا این کیسه چیز، ایشون توضیح میده که هم موقع میوه فروش اومد و قیمت ها رو گفت. ایشون گفت که اینقدر 1000 تومن میخواستم بگم. اگه نزدیک خونه احمدی نژاد بودید، از این احمدی نژاد دیوانه حالا دیگه اومده، کسی که خودش عامل تمام این فسادها بوده، حالا اومده میخواد به اصطلاح مثل عرق خورایی که بعد دهنشون آب میکشن میرن نماز میخونن، این حالا خود مسلمان ناشده چی میگن؟ آره، ایربک رو غیر فعالش میکنم. من خودم یه بار تصادف کردم، ایربک هم باد شد، یعنی اصلا ایربک نمیدونستم چیه. وقتی که من تصادف کردم چشمام ندید، رفتم خودم جدول، بعد نگاه کردم دیدم که من چیزی به اون صورت نشد. البته بعدم فهمیدم دندم شکسته، چون هم موقع معلوم نشد. به این بغلیه که با من کار میگرد سمت شاگرد نگاه کردم، وای دستشو گرفته زیر درش، درش رفته اون تو شیشه. اینا رو بعدن البته فهمیدم، همون لحظه درشو گرفته و سرش رفته و زیر شیشه، خون از سرش اومد، زنگ زدیم اورژانس اومد و اینا. ایربک هم که باز شده بود، من فکر کردم این ایربک رو میبری بعدا جا میزنی و فلان، بعد نگو این ایربک یه بار مصرفه. بعد من یعنی دیدم بردم ماشینم رو تمیزا، گفت این ایربک هم باید عوض که، گفتم که این سالم، این ایربک ترکیده، یعنی یه چیزی که از اون فرمون مال من بود، حالا دیگه باز شده مال من، حالا شانسی حالا. خیلی ممنون. خلاصه این مطلب اینه که همون جوری که تو ایران من سال 2005 که رفتم از تعجب داشتم، شاخ در می بردم که مردم شب چرا چراغشون روشن نمی کنن. بعد یکی گفت میخوان باتریشون تلف نشه، گفتم ببخشید پس این ملت احمر هم هست، چون وقتی شما داری رانندگی می کنید داره دینامت چارج میکنه، چراغ هم استفاده کنی اینجوری. خلاصه حالا اون موقع ماشینا اینجوری، هم ماشینای جدید الان تا روشنش میکنید چراغ دیلایتش روشن میشه. خب این ملت وقتی همه چیش اشتباهه، اون کارکنم میگه اینا که ایربگ استفاده نمیکنن، ما برای چی بذاریم؟ ایربگ تو آمریکا هم گرونه، ایربگ تو آمریکا هم دوز داره میاد ماشین پارت، وقتی برمیگردیم اینی وسط فهمون دوزیدن بردن، ولی همون چیز هست به اصطلاح یه بار مصرفه. یکی از دوستان میگه ایربگ هم مثل کاپوته، یه بار مصرفه، نه کاپوت ماشینا، کاپوتای دیگه. خب اینم از این. ممنونم، متشکرم آقای زمانیان. اگه بیشتر پیام پخش کنم ممکنه این دوستمون از کانادا زنگ بزنه، این دفعه به شما هم فوش بده. البته اون دفعه به آقای اکبری فوش نداده بود،
فوش به مادر من داده بود، فوش به من داده بود که بعدم گفت من خیلی از این حرکت زشتی که انجام دادم شرمنده هستم و من از شما خیلی ممنونم که همین فهم و شعور رو داشتی. دفعات دیگه مثل آقای کردار الان زنگ بزنه، نگاه کن، گوش کن، بریم ببینیم چی میگه آقای کردار. همین شماره 202-695 یک دقیقه و 14 ثانیه بشنم. درود بر شما آقای سعودی. این پیغام رو دوست دارم بذارم روز برنامه شما، اگر بهتون این امروز دریافتش کنیم که خیلی خوب، اگرم نشد حتما هفته دیگه. و اون اینه که به خاطر این مسئله کووید، نه به خاطر اینکه کووید درسته یا نادرسته، واکسن زدنش یا نزدنش درسته و اون یه مقوله دیگریه، ولی عده زیادی به این باور ندارن که هر روز باید گاورمنت به شما بگه چیکار بکن چیکار نکن، این واکسن رو بزن یا اون واکسن رو نزن، امتحان نداره. برای همین 150,000 تا تراک‌ها تو جاده ها به عنوان اعتراض، 5,000 کیلومتر رفتن به طرف پایتخت، پارلمان، اتاوا، و در این رو هم تمام مردم تو جاده ها روی پولاکین برس روی سرما به طرز بسیار بسیار جالب اینا رو به اطلاع طرفداری کردن ازشون، پول خیلی زیادی چندین میلیون جمع کردن براشون و خیلی کارهای اینطوری. و اینا خواهن این شدن که نخست وزیر کانادا باید بره کنار و استعفا بده به خاطر نمونه کاریاش و زورهایی که میده. بله ممنونم. من امروز نگاه میکردم برنامه زندهشو، ولی یک کسی مثل رانندای کامیون تو کانادا حق خودشونو میخوان، اون وقت توی واشنگتن یه شارلاتانی یا توی آمریکا یه شارلاتانی مثل ترامپ حتی از حرکت اینا هم سوء استفاده میکنه و میخواد به نفع خودش تموم کنه. اینی که شما میگید که دولت نباید به مردم بگه کاملا درست میگید، کاملا درست میگید. اگر رضا شاه به مردم زور نگفته بود که زنا باید کشف حجاب که غلط رفع حجاب کنن، اگر آخوندها به مردم زور نگفته بودن که یا تو سری یا رو سری، مردم مثل اینجا رو سری دوست داره میپوشه، نداره دوست میدونی میمد مثل آدم صحبت میکرد، منطق من اینه، باور من اینه. شما باورت نمیشه 20 سال پیش من یه شبی این پسر نیمایوشیجم اونجا بود، ای کاش که غیرت و شرفش بهش اجازه بده و بیاد بگه که با داداش بزرگ من توی مهمونی بودیم و داداش بزرگ من گفت که نگاه کنید از خودتون سوال کنید چرا تو بیمارستان که همه به اصطلاح چیزای رعایت شده برای بهداشت و الکل و اینا هست، باز دکتره ماسک میزنه، کلا سرپوش میزنه، عینک میزنه، روپوش میپوشه، روی کفشش میدونی؟ بعد این احمق پسر نیمایوشی جا دارم چاق بزگلیه. این گفت پس شما طرفدار حجاب اسلامی هستین؟ داداش من خب استاد کاراته است. من گفتم این خیلی خودشو راحت چیز کرده واقعا، چون میدونی اونایی کاراته کار میکنن ریفرین فرام وایلد بیهیویر، یعنی از حماقتای چیز وحشیانه دوری کنن، وایلد بیهیویر. بعد اصلا گفتم همچین کسی دیگه قابل گفتگو صحبت نیست. این ماجرای کامیون دارا اینا درست میگن. اگر شارلاتانی مثل ترامپ نیومده بود برخلاف واکسینیشن، کسی که خودش پول داده بود اینقدر، یعنی خودش که عجیب همش نداده بود از بودجه و اینا، نیومده بود اینقدر حرف مزخرف بزنه، الان بایدن و دیگران مجبور نبودن بیان زور بگن، زور دارن میگن و خیلی باعث دردسر شده. تو همین ویرجینیایی که من هستم فرماندار ما میگه واکسن خوبه، ولی من به مردم نمیگم واکسن بزنید یا نزنید، چون ما کشورمون کشوریه که به مردم میگیم این خوبه، نمیگیم اینو باید، چون تا بگیم باید ذات بشر با بایدها مخالفت میکنه. ممنون آقای کردار، این عکس رو نشون بدم، این فکر کنم مال همین راننده ها هست که تظاهرات کردن و اینا، ولی تو جاده ها و اینا هم دیدم و اینا هم بالاخره خواسته هایی دارن، ولی بعضی وقتا از خواسته های اینا متاسفانه سوء استفاده میشه و یه افرادی میپرن به اصطلاح موج سواری میکنن. یه پیام دیگه آقای کردار گذاشته، با هم بشنویم این پیامه. فکر کنم
یک دقیقه و 46 ثانیه، یعنی جمع این دوتا پیام تقریبا میشه 3 دقیقه خورده. اینا که میگن آقا ما 3 دقیقه نمیتونیم حرفمون رو بزنیم، ببین منظورشو میگه که ایشون هم میگه من بله درسته با ساینس با علوم باید پیش بریم، باید قبول کنیم، ولی شما نمیتونی به زور بگی. همینجا تو آمریکا یک آقای 31 ساله‌ای که احتیاج به قلب داشت، دکترا گفتن ما به تو قلب نمیدیم، چون تو از این ور میای میگی من علوم و پزشکی و ساینس قبول دارم، به من قلب وصل کنید، زحمت بکشین ساعت ها، ولی از اون ور من واکسن نمیزنم، ممکنه شما رو مریض کنم. و همه گفتن اوکی، راست میگه، درست میگه. یا مثل این آخوندهایی که میگن واکسن مثلا خوب نیست، یا احمقایی هم تو ایران جمع شده بودن واکسن خوب نیست و اینا، باید بگی خب پس برو بشین دم امامزاده، وقتی قلب دیگه طور میشه یه بندم ببر به گردنه که قشنگ شب اول خوابت برد، همون به وسیله زری خوشکام خفه بشی. گوش کنیم پیام آقای مسئول که بله آقای سوری، قسمت دوم صحبت هم ادامه میدم، و اون این که از این مسئله که با این به اصطلاح نظم و اتحاد این کامیوندارا و مردم ها به اینا پیوستن در جهت خواستن این که ما کسی دیگه نمیتونه به ما دیکته کنه و ما دولت انتخاب کردیم، دولت اگه قرار باشه علیه ما بلد بره مورد میدون کلاس عدل ببره و همین دور بخواد ببرد و زور به ما بگه، و اینا پاش وایستادن، به درستی هم وایستادن، در کمال پیسپولی وایستادن، مملکتشون رو دوست دارن، خیلی هم ناسیونالیستن و میرن که تکلیف این دولت رو روشن کنن. از این مقوله من به این فکر افتادم که ای کاش همین اتحاد رو مردم 80 میلیونی داخل کشورمون می‌داشتن، که اگر می‌داشتن تا به حال این 40 سال و پوستری و ظلم و ستم رو تحمل نمی‌کردن. به هر حال از 40 میلیون جمعیت کشور کانادا که 90 درصدش هم همه مهاجرن و این اتفاق افتاده بسیار زیبا، تا الان هنوزم تو آتابا جمعن، سرش توی ایالت دیگر تای این اتصادیون پراک در یه ایالت دیگر اینقدر زیاد هست و مردم هم خیلی خوب بکاپ کردن. برها خوبی که نار ما ببینیم اگر یک کشور جلو میفته به هر دلیلی، به دلیلی که مردمشون میدونن چه موقع و چی جوری و به درستی باید چی کار و کار درست بکنن تا حقشون رو بگیرن، رایتشون رو بگیرن. و امیدوارم ما مردم هم در کشورهای خودمون از این همه اتحاد و کارهای درست و به جای این ملت که به موقع لازم باشه پاشونی نیستن. روزتون خوش، مسعود کردار. ممنونم آقای کردار از کانادا. اتفاقا اون دوستی که هفته پیش پیغام گذاشته بود گویا راننده کامیون است. ای کاش در رابطه با همین موضوع ایشون هم لطف کنه پیام بذاره تا ما ببینیم ایشون چی میگه، ببینیم چه برنامه های از قبل بوده، چگونه به اینها خبر دادن، چگونه گفتن فلانی کجا باشه، این کجا باشه، چند تا توالت کجا بذاریم، مردم از دست ما ناراحت نشن. شما دیروز توی نیویورک یه پریروز یه پلیسی کشته شده بود، 22 سالش بوده، حالا اومدن همه پلیسا رو آوردن تو خیابون. خب خیلی ممنون، قدردانی میکنیم از پلیس، زحمت میکشه، ولی شما الان کاری کردید یه نفر مریض قلبی باشه بخواد بره بیمارستان، خیابونا رو بند آوردین. یه خانمی هم اونها پیش است اومده گفته این اولا شما روزانه اینقدر آدمو میکشید، دوم خود این پلیس ممکنه به خاطر اینکه چیزایی رو که درست بهش گفتن درست عمل نکرده که کشته شده. بله ما هم دلمون میسوزه براش، ولی این کارا یعنی چی؟ همه جا رو تعطیل کردید میرفتید اونجا؟ همه اینا که تو نیویورک پلیسا جمع شدن اگه قرار بود با پول خودشون با حقوق خودشون میرفتن، حداقل هر کدومشون روز 200 دلار یا 300 دلار حقوق میگیرن. اگه قرار بود روز بیکاریشون برن چهارتان پیدا نمیشدن. چرا میرن؟ برای که پول من و شما تکس پیه اونایی که مالیات میدن، این آقایون بیکار میرن اونجا وای میسن. بریم سراغ آقای سعیدی از اون برای آمریکا. بذار ببینم شمارهشون رو اینجا من با تلفن دارم آقای سعیدی رو، ولی بذارید ببینم این تلفن اینجا بنویسیم، سرچ بنویسم عباس، آقای عباس آمان، نه مسعود کردار آمد، نه بریم آقای سعیدی دارم زنگ میزنم.
آقای سعیدی تلفن زنگ نمیزنه. یه بین شما با یه شماره دیگه به من زنگ زدی. من با این 360 دارم صحبت میکنم که آخرش هم 98. ولی نگاه کنید وقتی من زنگ میزنم ببینید چه اتفاقی میفته. هیچ صدایی نمیاد. بعدم میگه دلرینگ. واسه میکروفون هم اینجا هست. رینگ تست. اینم تست. خب اسپیکر. اینم تست. بعد میکروفون. ببینیم که آها میکروفون 4 بار میذاشتم. ببخش. خب این نوه های من اومدن. بهشون گفتم من امروز مهمون ندارم. ساعت 3 برنامه تموم بشه. ولی چه مهمان های عزیزی دارم. از آقای زمانیان گرفته، آقای موثقی گرفته، آقای کردا گرفته، آقای اکبری گرفته. آقا این میکروفونم عوض کردم، تلفن شما جواب نمیده. آقای سعیدی میدونم دو تا شماره داشت، یک گوگل شماره گرفته و یک گوگل شماره یه چیز. آقای سعیدی با این تلفن کوچولو دستی زنگ میزنم ببینم چی میشه. امیدوارم صدا بیاد. تلفن ها هم ماجرایی شده. خب آقای سعیدی من با اون تلفن ها تلاش کردم، این دوستانی هم که اینجا هستن تو برنامه شاهد منن، نگرفت. در اصل با این تلفن دستیم دارم میگیرم. اگه یه وقت صدا به خوبی اون بلنگوی بزرگ نیست ازتون عذر میخوام. من ساکت میشم، شما صحبت کنید و نظرتون رو در هر موردی که مایل هستید بگید. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها صداتون شنیدم. من به دوستان میگم مخصوصا I'm glad you survived COVID. من خوشحالم که شما از دست کووید جون سالم به در بردید. دوستان عزیز، آقای عباس سعیدی اگه اسمش رو تو گوگل یا یوتیوب به اصطلاح سرچ کنید، جستجو کنید، چندین برنامه در تلویزیون مردم دارن و میتونید باشون از این طرق یا طریق ها تماس بگیرید. بفرمایید آقای سعیدی جان. من نمیدونستم که شما در زمان برنامه‌تون با من تماس میگیرید. آها پرسیدم. آخه پرسیدم گفت آها متوجه نه. بله بله. خب بفرمایید. من متاسفانه برنامه رو نگاه نمی کنم. آها. و نمیدونم مثلا موضوع برنامه چی هست. آها. میخواستم با خود جناب علی صحبت کنم که حالا که محبت کردیم تماس گرفتید، اگر خیلی خلاصه من به همون راجع به چه چیزی صحبت میکنید. شما که میدونی برنامه ما از همه جا و همه چیز هست، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب. ما از این صحبت کردیم که دوستان هی به ما تو برنامه های تلویزیون میگن شما اینو بگو، شما اونو بگو، و چقدر خوب شد که شما امروز تماس گرفتی. خب مثل یکی بیاد به من بگید شما بیا درباره این، شما تو اون قسمتی صحبت میکردین متریالیست مثلا صحبت کن. آقا من نمیدونم، من تحقیق نکردم. باید یه کسی مثل آقای عباس سعیدی بیاد صحبت کنه تا بدونه راجع به چی صحبت میکنه. یه دوستمون گفته بود که آقا بیاین از جنایات آخوندا بگین. گفتم آقا چقدر از جنایات آخوندا ما بگین؟ آیا دیگران که گفتن کافی نبوده؟ خود ما که گفتیم کافی نبوده؟ من اگر دو روز بشینم اینجا و بگم آخوند این کار کرد، اون کار کرد، توی این سال گذشته این همه بلا به سر ما آورد، خود شما دوستان نمیگید این سوربی هم دیوونه شده، چیزایی رو که ما میدونیم برامون تکرار میکنه. شما نظرت چیه؟ ما چه کار باید بکنیم که این دوستان متوجه بشن آقا این تلویزیون روزی 21 ساعت، حالا بگو روزی 20 ساعت جای خالی داره، بیان حرفتونو بزنید یا برید در سوشال مدیا. شما هم مثل سوربی، شما نه از سوربی سلولای مغزت کمتره، نه از سوربی دانشت کمتره. تلفن تو بگی دست رو یوتیوب صحبت کن، تلفن تو بگی دست رو فیسبوک صحبت کن. خود شما یکی دو برنامه بعد از اینکه با ما بودید اجرا کردید، خیلی قشنگ دیدم گذاشتید تو یوتیوب هم گذاشتید. شما میگید ما چه کار کنیم، چجوری باید به مردم بگیم که یه روزنامه، یه مدیا، یه رسانه، من شما بهش نباید بگیم چی به ما بگو که ما خوشمون بیاد. باید ببینیم اون چی میگه، درباره گفته‌های اون تأمل کنیم، فکر کنیم، اگه موافق بودیم حمایتش کنیم. یا بله بله من ساکت میشم. بفرمایید. بله بفرمایید. من دیدم که مردم رسانه ها رو
این فضای سنگین سیاسی همه جا سایه گسترده، همه دارن رجوع به مسائل سیاسی صحبت میکنن، ولی واقعا حرفتون درسته. اینکه شما بیایید و اون چیزهایی رو که از حال من از شمس همه میدونن تکرار بکنید چه فایده ای داره. و به خاطر همین جناب سلطانی، من تو اون برنامه ها سعی کردم راجع به موضوع هایی صحبت بکنم که واقعا به درد ما میخوره، به ما کمک میکنه. اون بحثی که من راجع به متریالیسم شروع کردم تو در تلویزیون شما فقط به این دلیل بود که این کمک میکنه به ما که یه نگاه معقول و منطقی به دنیای اطراف خودمون بدیم. و خوشبختانه شما در این مورد همیشه مشبق من بودید و من واقعا از تون تشکر میکنم. امروز هم واقعا قصدم فقط یه اظهار ارادت مجدد و سلام علیک بود که حالا به این شکل برگزار شد. من ممنونم از شما. دوستان عزیز، آقای عباس سعیدی، امیدوارم بازم بتونیم از دانش ایشون استفاده کنیم. ولی خود من به شما میگم، ما دوستان ایرانی وقتی میگم ما، درسته که جمع میبندم، منظورم اکثریته، همه نه، ما آدمای تنبلی هستیم. اگه آقای سعیدی میاد راجع به ماتریالیسم صحبت میکنه و یه چیزی رو که تو امروز نمیدونستیم، همه ما فکر میکنیم ماتریالیسم مادیگرا و نمیدونم همه چیشون رو برای مادیات میدن و اینا، بعد میبینیم که نه آقا، ایشون داره درست میگه که بابا این اصلا بیشتر این حکومت ها بر اساس این دارن میچرخن، اینجوریه، ما نمیریم دنبالش، ایشون رو تشویق نمیکنیم زیر سوال و نظر دادن و اینها، نمیگیریم که اینم دلگرم بشه هفته دیگه بیاد یه بخش دیگه، یه چپتر دیگه رو برای ما بگه. دلیلش اینه که تنبلیم، میخوایم امروز بیایم اون چیزی رو که میخوایم دو تا فوشو این بده، ما هم خوشحال بعد بریم بگیم آقا دیدی عباس سعیدی چی گفت. شما نگاه کنین دوستان هنوز میگن مانوک خدا بخشیان. آقا مانوک خدا بخشیان مرد، خاکش هم پوسید، جنازش هم پوسید رفت، بعد چه برنامه داشت؟ برید برنامهشو اجرا کنید. هیچ برنامه نداشت. دیگران چه شما چقدر قشنگ گفتید، میگید انترمنت که ما کشتیم. آقا یه تلویزیونی میخواد از صبح تا شب شهره رو پخش کنه، یکی دیگه میخواد فریدون فروغی رو پخش کنه، یکی هم میخواد از صبح تا شب فرهاد رو پخش کنه. برید نگاه کنید، نمیخواین موزیک، برید اونی که سیاسیه نگاه کنید، حمایتش کنید، نه اینکه فقط بریم فوششون بدیم یکی نفر بعدی، بریم فوششون بدیم نفر بعدی. به اینجا میرسه. بعد 23 سال من میگم عذر میخوام اینو میگم، شما فکر کنم بهتر از همه منو میشناسید. به اینجا میرسیم که ببخشید اینو میگم، برای خرون چه کا برن چه زعفر. خب نباید اینجوری بشه. البته ناگفته نماند، آقای یه برنامه دیدم که این ماجرای کا و زعفرون و اینا رو هم قشنگ ایرانی ها، این ریشای زرد هست، اینا رو میگیرن و رنگ میزنن و عجب ماجرایی. و در اصل من خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. امیدوارم حتما هم ویدیوهای شما هم برنامه شما رو بتونیم باز از تلویزیون مردم پخش کنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. متشکرم. آره بعدم ببینیم اون تلفونه رو که من زنگ میزنم چرا از اینجا فوری قطع میشد. خیلی ممنون. مرسی عزیزم. به داداشت سلام منو برسون. مرسی. بله مرسی. این من و آقای سعیدی خیلی اختلاف نظر داریم و اصلا با اختلاف نظر با هم دوست شدیم. آقا من با پدرم اختلاف نظر داشتم، حالا فوت شده رفته، شما با فامیلت اختلاف نظر داری، تو مهمونی که میبینیش فوش زنی بچه که نمیدی، بهش میگه آقا اصلا بذار من و شما به این توافق برسیم که با هم توافق نداریم، و الا شما کجا جرأت میکنی اگه منو ببینی؟ من آدم غول پیکری نیستم. اتفاقا برای پاسپورت اینا دوباره چیز کردم، دیدم 2 اینچ کوتاه شدم به 36 سال پیش. باورتون میشه؟ یا اینچای اینا اون وقتا درست نبوده، یا آدم غول پیکری نیستم که شما منو که ببینی مثلا اون کی بود؟ کریم قصاب بود، کی بود تو فیلم ها اونو دیده باشی وحشت کنی. ولی شما یا زن بچه داری یا نداری. من اومدم توی مهمونی با زن بچه‌م هستم، شما میای با زن بچه، شما جرأت میکنی به من فحش بدی اونجا؟ شما بدون زن بچه‌ت میای، من با زن بچه هستم، ولی جوونی داری، مردی داری، میگی بابا این با زن بچه‌ش، من اگه با خودشم مشکلی دارم الان چیزی نمیگم.
ببین هر دو صورت کار زشتی که شما انجام میدید زشته، چه تو مهمونی باشه دیگران حضور داشته باشن، چه جایی باشه که من شما حضور داشته باشیم، چه جایی که تلفن رو برمیداری آقا آقای کردار اومده مسئله چی گذاشته رفته، فوش دار نظرشو گفت، چی گفت؟ از 85 میلیون ایرانی شکایت کرد که چرا با هم نیستید، فوش زن بچه بهشون داد، مثل تلویزیون های لس آنجلس گفت شما ها احمقین، شما ها نفهمید. طرف یه خانم جوانی نوشته بود که این احمق های 57، گفتم بنده اون موقع مأمور حکومت نظامی بودم ولی من از شما یه سوالی دارم، و چه جالبه 1357 مساوی است با 57 سال حکومت دو تا پهلوی. میگم خانم مردم ایران در زمان 57 احمق بودن؟ میگه بله. میگم 57 سال دو تا پهلوی اینا رو آموزش پرورش داد، آیا نباید این دو تا پهلوی رو به عنوان معلم، به عنوان ناظم، به عنوان مدیر بگیریم چوب تو آسینشون بکنیم؟ آخه این چه مدرسه ای بوده؟ بعد فوش میده میگه تو حتما مجاهدی، ببین چقدر شناخت از من داره، فوش میده میگه تو حتما مجاهدی، بلاک میکنه میره. این جوون ما که من شما بهش امید بستیم، آقای بهرام آبفین رو ببینید چه جوری از اول تا آخر به لورا فوش میده، ولی به لورای خوب فوش نمیده ها، به لورایی که آویزون هستن به رژیم فوش میده. جالب اینجاست که خودش آویزون بوده به رژیم، با محسن رضایی عکساش هست، ولی امروز میگه نیستن با اونها جدا شده، حالا اینجوری میکنه. ما تکلیفمون معلوم نیست، نمیدونیم چی هستیم، ما خودمون با خودمون اگه بشینیم صحبت کنیم. اتفاقا من یه فیلمی پروژه گذاشته بودم، میخواستم تو آینه با خودم به اصطلاح چیز کنم، اون موقع اینقدر صنعت فیلم و اینا درست نبود، الان شما میدونی با یه برنامه میتونی 4 سوربی بگیری، یکیش رو تخت خواب باشه، یکیش رو صندلی باشه، یکیش پشت میز کارش باشه، همه رو توی چیز با هم صحبت کنن. دیدید حتما تو فیلم ها اون وقتا یادتونه یه نفر که میخواست نقش دو نفر رو بازی کنه، حالا یا با دو قلو بودن هم شکل بودن، یا این فیلمو میگرفتن اون فیلمو میذاشتن فلان نه. ولی من یه فکر کردم که یه روز بشینم روبروی آینه، بعد یه دوربین بذارم خودمو بگیره، یه دوربین بذارم آینه رو بگیره، اون وقت سویچر زیر پام باشه. سویچر اگه میخواید ببینید چیه، این آقای اسماعیل نوریالا استفاده میکرد وقتی برنامه داشت با ما، 3-4 دوربین میذارن سویچ میکنن با پا، مثل اینا هست که گیتار میزنن صدا رو عوض میکنه با پا میزنه، شما میتونه عوض کنه. میخواستم سوربی با سوربی مناظره کنه، ما خودمون با خودمون مناظره کنیم کم میاریم، به همین خاطر دو تا کلمه که به یه نفر میگیم فوش میدیم. یه آقایی که بعداً به اصطلاح سرپرست رشته برق بود، آقای لطیفی، فکر کنم غلام علی لطیفی بود، این اول معلم من بوده، بعدا که من دبیر شدم اونم به اصطلاح سرپرست بخش برق هنرستان بود، شده بود رئیس مثلا سوپروایزر من بود، منیجر من بود، مدیر و ناظم نبود. ولی این اولایی که اومده بود هنرستان محمد رضا شاه، خب ما کلاس 11 بودیم، 11 بودیم، بعضی وقتا درس فنی، حساب فنی، رسم فنی، کار اینا آدم خسته میشه، این میخواست یه تنوعی بده به بچه ها و گفت که درباره یه چیزی هر کی دوست داره. و ما یه دوستی داشتیم آقای نقاشیان، هر جا هست یادش بخیر، این بهایی بود، دست بلند کرد گفت که من میتونم درباره بهاییت صحبت کنم. بهایی ها که میدونی با وجود که اینقدر میگن فلان، از هر فرصتی استفاده، حتی سوء استفاده میکنن که دینشون رو به اصطلاح رواج بدن، ترویج بدن. بعد گفت که باشه هفته آینده شما، بعد گفت کسی هست بخواد با این مناظره کنه وقتی این صحبت کنه؟ یه احمق دراز بچه آخوندی مشتبه حسینی، عجو احمق ها بود. این دست بلند کرد گفت آقا اجازه ما میان با این مناظره میکنیم، مناظره اینجوری هم حرفه مناظره میکنیم. گفت باشه پس هفته آینده مثلا نیم ساعت آقای نقاشیان با این مشتبه حسینی مناظره کنن درباره دین بهایی. آقا این آقای نقاشیان اومد قشنگ وایساد، یه چند تا کاغذ کوچیک کوچیک اینجوری مثل کارت نوشته بود بهایی چجور شروع شد، یه توضیح کلی داد و فلان اینا. یعنی میتونم بگم که مثلا 25% کلاس فکر این بودن که از اینجا که میرن برن بیشتر درباره بهایی تحقیق کنن و برن به بهایی بپیوندن.
اینو شما داشته باش. نوبت رسید به این مجتبی حسینی احمد، اومد ببخشید دیگه میخوام همون بیان کنم که شما برید اونجا، اومد گفت که خواهم بزه اگه راست میگی فردشم شب جمعه فردشم چیزی بیادم پشت مسجد نو تو فلانت بذاریم. اون 25% همه شد 75%، شاید هم 90%، شاید هم 100% منهای این احمد همه طرفدار باهائی شدن. ما بلد نیستیم، نیذاشتن. تو کدوم کلاس میگفت شما بیا کنفرانس بده، نمیگفت شما بیا با هم مناظره کنید، این درس رو بذارید بحث تبادل نظر. دوستان ببخشید اگه امروز برنامه یک کمی کسل کننده بود، شادم نه شادم بهتر بوده نمیدونم، هزاران بی خانمان اینا رو گفتیم که نمیشنیم بریم در آلمان جنایت جبوند، آلمان هم هستن تعدادی که تظاهرات کردن و واکسن زدن رو قبول ندارم. درود بر شما پدر بزرگ مهربان، خیلی ممنون. 4 تا نوه دارم، هر کی نداره بره حتما تشویق کنه بچه هاشو که به اصطلاح باورتون میشه من پریشب با چند تا از دوستام دوره هم بودیم، یکی از این دوستان ما از من خواست که وقتی بچه هاش میان توی مهمونی با هم هستیم من براشون توضیح بدم، تشویقشون کنم که ازدواج کنن، زود نوه‌دار بشن و الی آخر، و به نظر من کار خوبیه. بعضی وقتا خوب سختی های خودشون داره، من 22 سالم بوده ازدواج کردم، پسر من الان 44 سال شد، ولی از اون ور یه لذایذ خاصی داره. شما با پسرت بزرگ میشی، با دخترت بزرگ میشی، دیگه اون اختلاف طبقات نه، اختلاف نسل به اون صورت نیست، البته بازم هست. یه چیزی هم اینجا بهتون نصیحت دوستانه میکنم، هیچ وقت سعی نکنید با بچه هاتون دوست باشید، با بچه هاتون همون پدر و بچه باشید، ولی دوستی هم که به حرفاش گوش میکنه باش، ولی لوس بازی در نیارین. من به بچه‌م گفتم به من نگو بابا، به من اسم خودم رو صدا کن، میخوام باهاش دوست باشم. آقا قشنگ پالون میذارن سوارت میشن. این نصیحت من به شما. بنی سعد 11 میلیون رای آورد، وقتی در مجلس رای به عدم کفایت بنی سعد دادن 11 نفر برای حمایت بنی سعد به خیابان‌ها نیامدن و همینجوری گذشت تا مرد و رفت. اینم قدرت تبلیغاته آقای زمانیان، چون انتخابات یه چیز حقیقی نیست. آقا انتخابات شما پول بده تبلیغ کنن برمیگردن. من یادم برای 2 نفر تو شیراز رفتم تو کار انتخابات، یکی آقای حسن وجدانی، یکی آقای حسین زمانیان. شاید باورت نشه، آقای حسین زمانیان استاد دانشگاه بود در باجگاه شیراز، و شما باید میدیدی ماهی که میرفتیم با تاکسی بار رو نمیدونم فلان آگهی میذاشتیم، با اون پولدارایی که میبدن مثلا 10 نفر استخدام کرد، اونا برنده میشن چون قدرت دارن، پول دارن. انتخابات در دنیا الان شده پول پول پول. اون روز دیدم این آقای علیرضا میرزا قاسمی علیرضا آره حج، این داشت میگو که تو آمریکا خوبه 2 سال اینا تبلیغ میکنن بعد مردم چیکو پیکشون رو در میارن. میخواستم بگم آقای حرفا چیه، تو اروپا یه 2-3 ماه این کار انجام میدن ولی مردم اینا رو میشناسن چون از حزب اومدن چی اومدن. تو آمریکا 2 سال همش دروغ به خورد شما میدن، این دروغ میگه اون دروغ میگه، و روزی هم که میرن یا با جر و دعوایی مثل ترامپ شارلاتان و بایدن اصلا نمیاد تو مجلس اینا، یا مثل فرماندار ما این آقای یانکین رفت بعدم گفت که این قبلیه چقدر خوب بوده، همسرش چقدر خوب بوده، از ما پذیرایی کردن، همون که 2 روز پیش میگفت این بده، این پولامونو تلف کرده اینا. یعنی شما دیگه نمیدونی به کی اعتماد کنی. برگردیم روی سناریو و داستان. امروز یه شنبه بود دوستان، 10 بهمن ماه 1430 ژانویه، پیروزی تیم فوتبال ایران رو تبریک میگم. یه دوست نوشته بود تیم ایران به ایران 1-0، نوشتم بابا ایران با عراق بوده، و ورود بانوان به استادیوم که یه بحث خیلی بزرگیه، اینجا آخوندا هم باز زبلبازی در آوردن، رفتن خودیا رو وشتن سوار ماشین کردن، اب نداره بذار 10 بار خودیا رو با اتوبوس مجانی بیارن، بعد انگار میشه شکنجه برای اونا که علاقمند نیستن، آخرش مجبورن گیوپ کنن وا بدن، اون وقت خانوما میتونن بیان. از اون گذشته من بارها گفتم یه بار دیگه میگم، تا زمانی که مردا تنها میرن، بابای تنها میره، نمیدونم برادر تنها میره،
اینو باید از بیغیرتی مردا بدونی. تا زمانی که تو مهمونی مردا بلند میشن با اون حالت چندشاور میرقصن، بتمردید تا روزی که دست زنتونم بگیرید، دست دخترتونم بگیرید، با هم برقصید. این تقصیر آخوندا فقط نیست، اونا یه جوی درست کردن که این محیط اینجوری باشه. آقاها تو ایران الان گل و گل بلستانش براشون، زنه رو میگیره دوست پس. شما فیلمای ایرانی نگاه کن، بلا استثناء دوست داره، دوست دختر داره، زن صیغه‌ای داره، زن دوم داره. اصلا آدم میگه بابا من اینجا چی کار میکنم؟ همین دیگه، هی بلند میشن ملت میرن ایران و میان بمانن. یه فیلم خیلی خوب دیدم به نام اهیرو، قهرمان، از آقای اصغر فرهادی. حرف و حدیث پشتش خیلی زیاده، ولی اگه یادتون باشه من هفته پیش راجع به اکبر عبدی گفتم که نقش یه شیرازی رو خیلی بد بازی کرده بود. الان اینجا جا داره که از این هنرمندای این فیلم، چه شیرازی باشن چه نباشن، تشکر کنم به خاطر ایفای نقش بسیار عالیشون، اهیرو یا قهرمان. و متاسفانه نگاه کنید، سرتیتر نوشته بودم محمد علی فرخیان درگذشت، نایب قهرمان. و 50 سال پیش، درست 51 سال پیش، اولین مربی کشتی من آقای محمد علی فرخیان بود. آقای پورشکیبایی بود، آقای تشکایی بود، آقای فرجام بود، ولی من بالاخره کشتیگی خوبی نبودم، هیچ وقت نمیدونم به استان و به کشور و اینا هم نرسیدم. ولی اونا باید ازشون تشکر کنیم که توی اون شرایط با اون حقوقای ناچیز میومدن و جوانا رو به اصطلاح از معتاد شدن اینا نجات میدادن، میآوردن توی ورزشگاه ها. هر چند که ورزشگاه ها هم ورزشگاه های خوب و مناسبی نبود. شاید شما باورتون نشه، ما دوش آب گرم که هیچ، دوش آب سردم توی این باشگاه تربیت بدنی پشت علی ابن حمزه نداشتیم که نزدیک هنرستان بود. من از هنرستان رفتم کشتی. بعدن که باشگاه نادر، یادم هم نیست اسمش چی گذاشته بودن، خیلی اون ساب دیوونی و اینا، اون شروع شد، یه گوشت میه دوش اینا بود، اونم مشت قریب که چی میگن سرایدارش بود یا مسئول بود، چی رو خاموش میکرد، آب گرم کنن. تو ایران یادتونه حمومای خونه هم مردان آب گرم کنن خاموش میکردن، هر وقت میخواستن برن یه ساعت قبلش روشن میکردن و الاخر. نمیدونم هنوز هم اونجوری هست یا نه. محمد علی فرخیان در گذشت. بذارید من ببینم عکس ایشون رو دارم که نشون بدم، گذاشتمش اینجا، امیدوارم بتونم پیداش کنم. آقای فرخیان، بله متاسفانه نمیتونم، سرباز رو، بله سرباز رو بهتون نشون بدم که فرخیان رو پیدا شد، یادش گرامی. اینه آقای فرخیان، عکسش رو اینجا به شما نشون بدم. کالچر، بله این آقای فرخیان یه جوری هم فامیل ما بود. ایشون حتی تو همون زمان شاه هم به اصطلاح تو 3 تا زن داشت، حالا دیگه نمیدونم همه رو همزمان گرفته بود و نگرفته بود، یکی از اونا سربی بود. خدا فرخیان را بیامرزه، 2 بار حق منو خورد. نکنه آقا، ولی من تو یکی از مسابقه عکس من هست که فرخیان دست من گرفته برده بالا، به من میگو منوسچوبی. منوسچوبی وقت خیلی لاغر هستی و این دست منه که برده بالا، تمام دنده هام پیداست، ای کاش یه روزی باز اونجوری بشه. در هر صورت خدا فرخیان رو بیامرزه، 2 بار حق منو خورد. یعنی تو هم کشتی میگرفتی دیگه؟ میترسم بگم اکبری، میترسم این آقا امشب از حساب کامیون هم بیاد خسته باشه، عصبانی باشه، فوش اون بده. خب واقعا لعنت بر خمینی و رجوی و مرگ بر خامنه‌ای جلال که خون مردم را مکیدن. آقای موثقی عزیز دلم، کاگو جون، هر کی دیگه هم جای اینا بود همه بلا رو سر ما میآورد، چون سیستم اون کشور اینجوریه. سیستم این کشور اینجوری بود که رجوی بیاد خمینی بگه این پدر مملکته، طالقانی پدر نمیدونم فلانه،
بعد تا فردا بگن آقا تو صلاحیت نداری، مردی که تو نه دیپلم داری نه چیزی بلدی، نمیتونی رئیس جمهور بشی، بزنه زیر کاسکوزه. سیستم اون مملکت اینه که رفسنجانی بیاد یه مشتی آشغالی بچه هاش نگاه بکن، از اون زنه که فکر کنه دکتره تا اون یاست چیه نمیدونه اینا، ببین مرده که هنوز دنبال اینه که بابای منو کشتن. آقا بابای تو چه گویی بوده که بکشنش؟ چند سال اولا از همه چاقتر بوده، یعنی از قدیم رعایت نمی کرده خورد و خوراک، بعدم تازه حالا سر پیری گویا یه جایی هم قصبی بهش داده بودن، میرفته شنا میکرده که میگن مال استخر فرع بوده، حالا رفته شنا، فکر میکنه با شنا که کالری شما نمیسوزونی که، بعد فکر میکنن ورزشکارم بوده. توی ایران وقتی پدر منده 67 سالگی فوت میکنه، این قرمساق چقدر بوده؟ 70 چند سالش بوده؟ خب معمولیه برای ایرانی ها. حالا پسرش نمیدونم یاسر و ده تا طوله داره، اینا میخوان بگن نه کشتنش. خب کشتنش که کشتنش، کی کشتتش؟ همون دوستاش کی بودن؟ گنگستر یعنی اعضای گنگ دیگه. خب تاریخ امروز ایران به 50 سال قبل برگشته که همه میگن رضا شاه روحت شاد، اینم یه اشتباه دیگه است. و معلوم شد که این رضا شاه روحت شاد و پاسدارماسترا میان میگن که شما و منم بگیم رضا شاه روحت شاد، دوتا ویدیو بگیرن وقتی ما رو گرفتن بگن آها نگاه کن این سلطنت طلب بوده، میخواست حکومت رو بندازه، و مردم بیچاره میافتن تو این دام. آقای موسوی یه روزی گیر من بیفتی، یه دو ساعتی با هم دیگه جیغ و ویغ کنیم و صحبت کنیم، این دفعه آلمان بیام. میگم که اون روز نگاه کردم پاسپورت من 26 اون، من فکر کردم تا 2027 وقت داره، وقتی رفتم نگاه کردم دیدم نه 26 ژانویه 2022 باطل شده، و اینا اینقدر احمقن که خب دو سال مردم نرفتن این پاسپورت ها رو دو سال ادامه بدید. اصلا پاسپورت یعنی چی؟ پاسپورت باطل میشه یعنی چی؟ خب یه پاسپورت صادر کردی، منم هستم که همش سر پوله که 130 دلار بگیرن 10 سال به شما پاسپورت بدن. خب آقای کردار رو این تلفن زنگ میزنه، دیگه لطف کنید پیغام بزنید آقای کردار، من کاغذم از بالا تا پایین نخونده دارم باید بگم برم. خب فرخیان یادش گرامید باد، محمد علی فرخیان. و یه چیزی که امروز یادم افتاد، تو ایران میگفتن نایب قهرمان، اصلا نایب قهرمان کلمه غلطیه. شما نگاه کن مثلا ما نایب السلطنه داریم، یعنی چی؟ یعنی اون کسی که سلطنت دستشه فلانی رو میکنه کدوم قهرمان اولی قهرمان دوم، گفته تو قهرمان دوم باش و هم دیگه زور میزنه فلان، بگو نفر دوم شد تو. اگه یادم باشه یه جوری اینجوری بود که دوم شدن قهرمان فرخیان باعث شد که ایران اول بشه. از این لحاظ خیلی کارش مهم بود و خیلی معروف شد، آدم خیلی خوبی هم بود. خیلی چی میگن بفهمون، همین الان آقای پیامی به علی خامنه‌ای دکتر اهورا یزدی، این همون فتولاه چیچی خالقی یزدی، دکتر یزدی که وقتی شرح حالش رو نوشته بود تو 28 سازمان متفاوت کار میکنه. بعد که نگاه کردن آقای مختار رفت چیزاش گرفت، دید پرونده زندان و اینام داره و این فقط از سوشال کمک میگیره و زندگی میکنه. خب این اومده بود مردم خر کرده بود، میخواست بره مردم از خارج نجات بده. اون رضا فاضلا افتاده بود دنبال این، چای یکی معروف میشه میان دنبالش، راه افتادیم از نیویورک اومدیم تو واشنگتن بریم فلان، بعد اومدن اینجا گفتن آقا نرین خطر داره. خب قرم صاحب شما نمیدونستین خطر داره، شما میخوان برید یه حکومتی رو براندازی کنید نمیدونین خطر داره، همین که نمیدونین باید چوب بزنن فلان جاتو. خب بگذاریم پیروزی تیم فوتبال ایران، حالا باید ببینیم چی میشه، ورود بانوان به استادیوم، آقای فرخیان درگذشت. دوستان وقتی یه گاو رو میبری توی کاخ رئیس جمهوری فکر میکنید چه اتفاق میفته؟ آیا اون گاو سیاست مدار میشه یا اونجا طویله میشه؟ حتما میدونید که هفته قبل یک خانم خبرنگار ترکی به این اردوغان یا تو صحبتاش گفته که گاو که به قصر میره پادشاه نمیشه، قصر میشه طویله. چرا قشنگ گرفتن میخونم. به آقای موثقی بگویید رهبرش کیه؟
شاید ما هم به او پیوستیم. آقا قربون دهنت آقای زمانی، ما که از اول برنامه گفتیم آقا شما به ما بگو کیو قبول داری. این آقای چیز صحبت میکرد، آقای زمانی با این خانمه، هی دید شما، میگفت شما نگاه کن این کی رو گذاشته اونجا. آقا کی رو درست نیست، یا بگو چه کسی را، یا بگو کیو. کی رو چیه؟ خانم شما نگاه کن کی رو گذاشته کجا. خانم شما نگاه کن، برید ببینید. و آقای موسوی چش، رهبر من خودم هستم. خب آقای موسوی رهبرت خودت هست، قبولت داری. برنامه چی هست؟ بیا برنامه‌ت اعلام کن، فردا میخوای چیکار کنی، پس فردا میخوای چیکار کنی، این اگه شد چی میشه، اگه نشد پلن بی چیه. بیان جلو، خیلی خوبه، اتفاقا خیلی خوبه، رهبر آقای موسوی. خب برنامه‌تون چیه؟ بیان جلو بگی. من آقا یک ساعت مهمان من برنامه مجانی هفته آینده ساعت 10 صبح، 2 ساعت قبل از دوستان کانون آوا، شما 1 ساعت مهمان من باش. بیا بنویس اسم جنبش چیه. اسم نداری؟ میذاریم راه موسوی. یک کمی هم نزدیک راه مصدره، میذاریم راه موسوی. منم میام تبلیغ میکنم برات، ولی باید اساسنامه داشته باشی دیگه. نه، یه اساسنامه باید داشته باشی، یه جنبشی باید داشته باشی، یه برنامه باید داشته باشی، یه پلنی باید داشته باشی. اینجا میگن نقشه راه، بلوپرینت. اوکی، یه بلوپرینتی باید داشته باشی. یا مثل خونه‌هایی که بعد از انقلاب ساختن، از فرودگاه که میمدی یه خیابون کجکی بود، بعد از زیمنس اینا میمد به طرف فلکه خاتون، یا به قول ما شیرازی ها فلکه خاتون. این به کوی زهرا و اینا شب مردم چون غیر قانونی بود یه سری خونه ساختن، این دیوار نداشت، اون حیاتش تو خونه اون بود، اونجوری بود. یا اینکه میخوای قشنگ یه ساختمون درست حسابی بسازی، مثلا حالا که اینقدر خرابی دیدی، منیفست اساسنامه چیه؟ آقای گنجی 140 صفحه منیفست، یا مانیفست به قول ما ایرانی ها، از زندان میده بیرون. این زندانه. برید این فیلم قهرمان رو ببینید، زندانی که تو ایران هی من میگم چجوری به اینا مرخصی میدن و اینا، ببینید که مثلا چجوری با 2 روز مرخصی چه برنامه های پیش میاد و اینا، جالبه. و ببینید چجوری ایرانی ها، آقا بعضی وقتا به همدیگه بگیم نه، به جای اینکه بریم زامن بشیم. این آقای کی بود نقش نقی معمولی رو بازی میکرد توی فیلم های دیگه؟ عجب هنرپیشه خوبیه. من نمیدونم، شمالی بازی میکنه من فکر کنم شمالیه، شیرازی بازی میکنه من فکر کنم شیرازیه. تو این فیلم نقش زامن اون یکی دیگر رو بازی میکنه. دوستان اگه یه کسی بانک بهش پول نداده، نمیدونم فلان نزول خوری که داره نزول میگیره بهش پول نمیده، میگه شما بیا زامن این باشه، نرو زامن باشه. بهش بگو عزیز من، شما هنوز موقعیت جوری نیست که بری خودت بیزینس خودت داشته باشی. بری شما پول قرض کنی، شریک بشی با دوستت پول تو رو برداره بره کشور خارج، فامیلت انداختی اونجا، فامیلت شکایت کنه تو رو بنداز زندان. ناراحت نباشی، داستان این فیلم انقدر جالبه، من اگه تا آخرش هم تعریف کنم باز شما نمیفهمید در سگا چقدر اذیت میکنن. در صورت اینم از این، اینا عمدن سر صدا میکنن که من برم. خب پوستر ماز جبرانی رو اینجا نوشتم نشون بدم. ماز جبرانی براش نوشتم خیلی خوشحالم که سوروایو کردی، یعنی از این ماجرای چیز نگاه کن، این از هم این 2 سالشه، از همه کوچکتر یک بلای بیان اینجا صدای من هم بشنوید. این به جایی هست که بعضیا ویدیو میذارن موزیک اون پشت داره سر صدا میکنه، شما نمیفهمی این چی میگه اون چی میگه. من بدم میاد از بک‌گراند میوزیک، بهترین بک‌گراند برای گوش من که این نواها هستن. در صورت آقای ماز جبرانی یه برنامه‌ای گذاشته که با سفرهای مختلف و مارچ نزدیکای عید، 2-3 روز مونده به عید ایرانی میاد اینجا، من هم حتما توی اون برنامه ها یه روزش خواهم بود. مارچ 24 دی سی، نه بی سی، ببخشید مارچ 18 و 19. در صورت ماز جبرانی خیلی قشنگ تونسته با ایرانی ها ارتباط برقرار کنه، چه ایرانیان هم نسل من و شما که از خودش مسن‌تر هستیم، چه ایرانیان جوان‌تر. و این من فکر کنم 2 نسل رو
میتونه براشون جوک بگه، بخندونه و حقیقت زندگی رو به صورت طنز براشون بازگو کنه. خانم الهه دانشزاده میگه سلامت باشن. خیلی ممنون الهه خانم، ممنون و متشکرم. و بیننده از کانادا اینجا نوشتم، خیلی ممنون اون دوستی که لطف کرده و پیام گذاشته بود. دلمون هوای اون دوستی کرده که پیام میذاره فوش میده، ولی پیام بذار قشنگ مثل انسان. سلام، سلام هم میکنی، درود، هر چی هستن مثل آدم حرف تو بزن. خب آقای کردار اومد حرفش زد، آقای سعیدی اومد حرفش زد، تو چه مرگیته؟ بعدم معلوم نیست چی هستی، بیا بگو چی هستی، مجاهدی، سلطنت طلبی، شاید چهار نفر بیان دنباله. خب آقای محسن، شما فکر کنی در حکومت آینده ایران چه نوع حکومتی باید باشه؟ بریم بگیم رضا شاه روحت شاد، رضا شاه بیا، رضا شاهی که چندین زن گرفته بود، ببینید چند تا بچه و چند تا زن داره، یعنی اینا از همون موها به چی میگن عدد چی میگن زواج عدد یه چیزی اینجوری میگن. دوست عزیز آقای زمانیان سبب چی یادنگ نمیکشم، نام اجدادی من هست و افتخارم میکنم. خب همینه دیگه، این همین یکی از اشکالاست. یه دوستی ما داریم، یک خانم دانشجوی جوونی بود، بعد اینجا که اومد گفت اشکال من اینه که نوشتن سیده فلان فلان، ولی وقتی گرین کارتشو گرفت و اینا اسمش عوض کرد، اون اسمی که خودش دوست داشت گذاشت. در صورت من نمیدونم اگه این ماجرا این سیدی باشه که یعنی شما از نواده های اعراب هستید، خب یه مقداری مخصوصا تو حکومت بعدی من فکر کنم اشکال پیش میاره. در صورت الحمدلله مثل که این اعراب به شیراز نرسیدن، رسیدن آقای اکبری تاریخو بهتر از من میدونه. ما سید میت زیاد نداریم یا تو فامیل ما نیست. چرا آقای کی بود؟ آخوند بود، هم تریاک میکشید هم عرق میخور. حسن چقدر هم قشنگ میخوند، عجب صدایی داشت. اونو عموی بزرگی من که تریاک میکشید، آقای مجید سوربی، مجد، بله حسن مجد، و اینا تو مهمونی ها مسابقه میذاشتن، این میخوند اون میخوند، این میکشید تریاک اون میکشید. بگذاریم. خب خیلی ممنون. دوست از آقای زمانیان، آقای زمانیان، آقای زمانیان نوشته شما گفته. اوکی، نه آقای سوربی، منظور من این است که مردم به عقبگرد راضی هستند و نه به حال آینده. حتما شنیدید صد رحمت به کفندوز اولی. من بارها یه مثال دیگه زدم، اگر یه پدری توی خانواده، یه همسری توی خانواده مشروب بخوره، خمار بکنه، زنشو بزنه، بچه ها رو بزنه، اینا عاجز بشن، طلاق بگیرن از این، بعد وقتی میرن میاد سر مغازه یکی باشه بگه آقا خوب شد از این پدر سوخته طلاق گرفتی، من میام میشم شوهرت، بچه ها رو مثل بچه خودم دوست دارم، حقوق تو اینجوری فلان بیسار، اون گولش بزنه بیاد، این وسط تقصیر کار کیه؟ مقصر کیه؟ این زنی که بچهش رو خودش نجات داده از دست اون اولی، حالا که این دومی پدر سوخته هست، میزنتش، بچه ها رو میزنه، حتی به بچه ها تجاوز میکنه، این زنه بله میتونه بگه صد رحمت به اون جاکش اولی، ولی آیا اون جاکش اولی آدم خوبی بوده؟ این ضرب المثل ها اگه نبود ما چی رو زندگی میکردیم؟ صد رحمت به کفندوز اولی. بله کفن طرف رو میدوزید، ولی دیگه تو قبر پدرمون نمیرید. اینا هم کفنه رو میدوزن، همچون کنگوشادن تو قبرم میرین رو میرن. اینه که میگن صد رحمت به کفندوز اولی. و الا رضا شاه قزاق گداگشنه که باباش تا امروز معلوم نیست کیه، چجوری یه دفعه همه ایران دهکده رو برداشت سند کرد، بعد پسر عقب افتادهش اومد سند رو بخشید به مردم، بعد پسر عقب افتادهش اومد. برید این برنامه آقای زمانی رو نگاه کنید با این خانمه، الان فامیلش یادم نیست، قرداوی یه چیز اینجوری، ببینید چقدر قشنگ میگه. میگه شما نمیتونید توی مملکتی بگید ما کپیتالیسم سرمایه داریم، بعد بیاید به کارخونه دار بگید باید کارگران رو سهیم کنی، شریک کنی. خب هیچ که سرمایه گذاری نمی کنه. میشه علی میمونه کی بود؟ خرم بود، این بود کی بود؟ خیام. یه مشکل دوستر از اونا میان یه کارخونه هایی میزنن، ماشین های آشغال منتاج اونجوری میفروشن که الان بدتر شده. بله بله بله، الان بدتر از اون موقع. اون موقع اقلا یه آزادی اجتماعی آبکی داشتن مردم، الان اونم ندارن. ولی آیا شما میتونی شاه رو توی قرن بیستم توی یکی از کشورهای دنیا
بگید بیاین اینو قبول کنید، قرن 20 ما نه قرن 21. آقا بد بود، بی سواد بود، دانش نداشت، هر کسی رو میفهمید، هر کسی وطن پرست بود مینداختش دور. شما میدونید طرف میگه سلطنت طلب فلان، بزرگترین سلطنت طلب رو شما اسم ببر بنویس اینجا، محمد مصدق گفت شاه بیا برو سلطنت کن، نادان احمد حکومت رو بذار دست ماها که درسش خوندیم. چه کار کرد؟ با یه مش آشغالی مثل حوریه قرداغی. اکبری ها از همه چی خبر داره، من وحشت میکنم از این. و طرف میگه آقا چرا اسم این اینقدر زیاد میاریم؟ خب نگاه بکن چه جانوریه حوریه قرداغی. قرک یعنی سیاه، داغی هم رابطه یعنی قربون دهنه. خیلی ممنون اله خانم. گفتم که ما یک همدوره‌ای داشتیم خانم الهه بوسالو، اینها واقعا هم فامیل خوب، هم خانواده خوب، هم خودشون، و هر جلسه خوب و خوش و سلامت باشن. اینم از این، پدرش فوت شد، مادرش هم فوت شد، پدرش رفتون سروستان شیراز به اصطلاح کشاورزی و مرغداری اینا. ما جبرانی رو هم نشون دادیم. و دوستان اینجا پریروز وقتی برف اومده بود یه پلی تو پنسیلوانیا ریخت پایین، هیچ کس کشته نشد ولی مجروح شده و شانس آوردن یه اتوبوسی خود پله وقتی اومد. برید لینک پیتسبرگ. حالا جالب اینه که قبلش آقای بایدن داشت میرفت اونجا که راجع به اینکه بازسازی کنن جاده ها و پل ها و اینها، آمریکا خیلی افتضان وضع پلش اینا، همه زنگ زدن اینا، آخ خودشون ببخشید شلوار خودشون نمیتونن بکشن بالا، میخوان برن افغانستان رو آباد کنن، میخوان برن حکومت تو کشورهای دیگه دموکرات کنن. این داشت میرفت اونجا صبح ساعت 6 این اتفاق افتاد، پل ریخت. اینا 12:30 رفت اونجا و به مردم صحبت کرد، گفت که ببینید همون یکی از دلایلی که من چند ماه هی تلاش کردم و بالاخره قبول شد یه پولی بدن اقتصاد اینجا را بیفته، پولا جاده ها اینا، این بود. و ای کاش قبل از اینکه این اینجوری بشه اینا داده بودن اینا. خلاصه یه پل تو پیتسبرگ ریخته. پیتسبرگ هم دو سه تا داریم، یکی پیتسبرگ همون تیم اینجا هم هست که پیتسبرگ پنسیلوانیا، کارخونه های ذوب‌آهن و آهنسازی و ایناشون خیلی معروفه. یه پیتسبرگ هم هست توی ویرجینیا نزدیکای ریچموند، ولی پیتسبرگ پنسیلوانیا یا پنسیلوانیا ما میگیم. سرباز و پاروی برف، سرباز معلم در نیو مکزیکو، بله همجوری که آقای اکبری هم گفتن، سرباز میاد کارش اینه که بیاد خدمت کنه هر جوری که مردم احتیاج دارن. دوره شاه هم وقتی که بین مردشت و پلخان و اینها به اصطلاح سیل اومده بود، هوابرد و ارتشای دیگه ای که تو شیراز بودن رفتن به کمک مردم. آقای فرخیان رو نشون دادیم، یادش گرامی. بریم دنبال سرباز. برایجز رو دارم، اینو دارم، خیلی عکس گذاشتم امروز نشون بدم، نمیدونم نشون بدم یا فعلا صبر کنم ببینم. اینا سرباز، بله امیدوارم همشون سالم، همشون سلامت، خوب و خوش با افتخار به خونه هاشون برگردن. و من از همینجا این آقای اجلالی کارگر که استخدام میکنه دوستان، شونه های کارگرها رو میبوسه. آقای اجلالی 80 سالشه، اولین کامپیوتر رو اینا بردن تو اون اداره، نمیدونم دارایی بوده چی اینا. نگاه کنید دوستان، همشون با این لباس های استتاری که مال صحرا و اینا هست، توی نوشته اردبیل، توی اردبیل وایسادن اینجا دارن برفا رو پاک میکنن. خسته نباشید دوستان، ما که بگیم خدا قوت و به خدا باور نداریم، نمیدونم طبیعت باور قوتتون بده و اینا. خب اینم از این. و سرباز کشورهای چیز اینجوری باید باشه، باید هر وقت کمکی مردم میخوان سربازان وطن برن کمک. طرف نوشته بود اینایی که اعدام شدن زمان شاه هیچ کدومشون نرفتن کمک شاه. گفتم احمق، وقتی اون ترسو فرار میکنه اینا برن کمک کی؟
اون که سوار هواپیما شده نگرانیش اینه که چند تا جعبه اسلحه چی برده، جواهر برده، نگرانی فرع این بوده که نقاشی ها و کلکسیون ها رو برده یا نه. بعدم دو سه روز پیش اینجا گرونترین زمین توی کالیفرنیا فروش رفت، گویا تلویزیون های کالیفرنیا هم راجبش صحبت کردن. فکر میکنی این زمین مال کی بوده؟ مال اشرف بوده؟ میگن حالا پولش میرسه به رضا پهلوی. و این بیناموسا نیومدن چهار نفر رو نگه دارن. بدبخت تیمساری که فکر میکرد ایران شاهه و جونش حاضر بود برای شاه بده، حتی وقتی اعدامش میکردن جاوید شاه فریاد میزد این مردی که ولشون کردن، نخست وزیر خودش، رئیس ساواک خودش، همه رو آورد داد تحویل آخونده که بلکه از سر تقصیراتش بگذرد. خب اینم از این 199 یا 105. آها این خیلی قشنگه، نوشته که شما اگه انگلیسی بلد باشید زودتر به مقصد میرسید. من اول متوجه نشدم، گفتم یعنی چی اگه انگلیسی بلد باشی زودتر به مقصد میرسی. یادم میاد این معلم انگلیسی ما تو هنرستان آقای افلاطونی، بنده خدا از صبح مست میمد سر کلاس، بوی الکلش من نمیدونم عرق چی میخورد که اینقدر بو میداد. خلاصه اگه زنده است که سلامت باشه، اگرم فوت شده یادش گرامی. اونم آدم خوب بود، میگفت که فقط به انگلیسی بسنده نکنید، برید زبانهای دیگر هم یاد بگیرید. شما هر زبانی که یاد میگیرید میشید یه شخص دیگه. و این دوستمون اینجا نوشته که اگه انگلیسی بلد باشی زودتر به بیرجن میرسی. این بالا نوشته بیرجن 195، این پایین نوشته بیرجن 159. من برای این دوستمون به شوخی نوشتم خب این بالا به کیلومتر، این پایین به مایله، ولی فکر نمیکنم 195 کیلومتر بشه 159، اشتباه نوشتن. خود من چندین بار تا حالا اینجوری شده، مثلا 52 رو می‌نویسم 25، عددها رو این ور اونور می‌نویسم و این یک چیز مغزی منتال پرابلم. به گفته هوشنگ نهاوندی، رحیم علی خرم پیمانکار آسفالت شبها با تانکر میرفت نفت میریخت تو خیابون که آسفالت‌ها خراب بشه و شاه میدونست و سکوت میکرد. حالا اینجا شما باور نمیشه این کاری که این میکنه بهش میگن جاب سکیوریتی. ما یه مدتی کامیونامون توی کارهای آسفالت، بعد برای ما دستور فرستادن که تا چند مدت پیش راننده شما گازوئیل با این اسپری میزدن به اون پشتش، بهش میگن اپرن. اپرن یعنی پیشبند پشت کامیونا. دیدی وقتی خاک میاد همینجور نمیریز رو زمین، یه چیز اینقدی هست اپرن پیشبند میریز، انگلیسی میگن اپرن. خلاصه میگفتن به این بزنی که نچسبه بریزه، چون هایی که بچسبه بیشتر میچسبه. گازوئیل میزدن، گفته بودن از امروز دیگه گازوئیل نزنید، فقط صابون بزنید. صابون هم اونجا با دستگاه گرم پخش میشد، هم کف کامیون قبل از اینکه بره بار بزنه هم پشتش میپاشیدن. حالا شما فکر کنید راننده ها چیکار میکردن. یه راننده پیت اسمش بود، این میومد صابون رو میزد اونجا، ولی وقتی تو صف وایساده بودن که برن خالی کنن میومد رو این گازوئیل میپاشید. میگفتم چرا این کار میکنی؟ میگفت مستر سوربی This is my job security، یعنی من دارم برای 5 سال دیگه خودم اشتغال آفرینی میکنم، شغل آفرینی میکنم. اینجا هم اینجوری بوده. حالا دیگه تو ایران شما انتظار داشتی آدمی بهتر از خرم، پارک خرم مال اون بوده، مردشور شروع برم ما اومدیم رفتیم شمال و برگشتیم. پسر من اون موقع 1 سال و نیمش میفکر کن، رفتیم پارک خرم و من جیان داشتم، دبیر هنرستان جیان. وقتی برگشتیم این چادر بالاشو پاره میکردن با چاقو، چیاتو میبردن، تمام لباسامون رو همه اینا رو برده بودن که مجبور شدیم از تهران تا شیراز. اون وقت هم زمان جنگ، زمان بعد از انقلاب بود، هنوز قبل از جنگ فکر کنم بود. اینجوری نبود که هر جایی تو بری پوشک بخری فلان اینا. خلاصه هنوز تا هنوز بعد 40 و چند سال بعضی دوزا نامردن. این دوز هستی مجبوری دوز باشی، ولی نامرد بودن، ناانسان بودن اون مجبور نیستی. هم فیلم قهرمان رو ببینید، حالا $2-3 هم ممکنه، ما پرایم داشتیم آمازون مجانی نگاه کردیم، ولی توی یوتیوب فکر کنم $3-4 پول میگیرن نگاه کن. خب اینم از این، ممنون و متشکرم. 2-3 خط دیگه، سرباز و پاروی برف. همین الان به خاطر مریضی کووید بعضی استانها و اینها معلم‌ها زنگ می‌زنن من کووید دارم نمیتونم بیام. سربازا رو بردن سر کلاس، حتی یه جایی فرماندار و
نایب فرماندار و اینا رفتن تو کلاس ها و درس میدن، خیلی مردم ازشون تشکر کردن، خیلی هم درباره شون بله میگن خرم رفیق ننه شاه بود. این خدا ننه شاه رو بیامرزه. خب این آرزا بی خود نبوده رفته اینقدر زن گرفته، تاج الملوک هر کی. یه آخوندی هم که سیغش کرده بود، اول آخونده خوش صدا بوده و میاد تو مجلس توی چیز روزه میخونه اونا، شمسی هم چیزی، این هم که عجب کثافت هایی بودن، واقعا عجب کثافت هایی بودن. این آخونده فرزندان خلف این فرح و شاه و رضا شاه هستن. حالا دوست ما تو آلمان میگه مردم میگن روحت شاه رضا شاه. بابا جوکار یادت نیست که میگه گشاد گشاد را نروی؟ شما هرچی تو این بلندگو بگی اونی که داره میاد میگه. من میگم اینی که میگم شعار نیست، اونا میگفتن اینی که میگم شعار نیست، میگم نه اینی که میگم شعار نیست. درست آقای اکبری زد تو خاک، خیلی ممنون. خورن نفق نفق نشاه بود. این هم از این پسر 6 ساله و تومور مغزی. یه خانم به نام شقایق علیپور یک چیزی نوشته بود. خانم شقایق علیپور، من چجوری اینا رو ردیف کنم که بهتر بتونم پیداشون کنم، شماره ای کنم جلوش بینیسم شماره مثل آرشیو و اینا. بله دوستان من این نشون میدم، من با ایشون تماس گرفتم براشون نوشتم که شماره تلفن خانم دکتر زنوسی این هست، با ایشون تماس بگیرید. خانم زنوسی خیلی کمک میکنه، خیره و خیلی دکترای خیر دیگرم میشناسه. بله میگن شمس قنات آبادی بود، خب یعنی خرم بود، شمس هم بود، یا این یه زن دیگه رضا شاه بود. پس داستان داستان هیدر هیدرش کن و شعبان بی مخواه هست. بله بله بله. خب سلام خدمت دوستان محترم. دوستان اینو خانم شقایق علیپور با همین اسم روی فیسبوک نوشتن. من در ایالت کالیفرنیا زندگی میکنم، متاسفانه پسرم که 6 سال و نیمش هست از پارسال درگیر تومور مغزی در ساقه مغز شده. پارسال در ایران جراحی انجام شده و موفق بود. بعد از جراحی رادیوتراپی شد، خوب بود، تا اینکه از 2 ماه پیش مجدداً تومور عود کرده، یعنی برگشته، و پزشک معالج ایشون در آمریکا گفتن این بار جراحی نمیشه انجام بدن، در نتیجه فقط رادیوتراپی شد و بعد قرار شد دارویی که آزمایشی هست، این ترایل یعنی آزمایشی اینا هست، شروع کنن براش، اما کمپانی دارو نمیده و بازی در میاره. با وجود ایمیل ها و تشخیص پزشک مربوطه، میخواستم بدونم کسی از شما دوستان فردی رو میشناسن در شرکت بلوپرینت مریلند، لطفا به من در صورت داشتن آشنا اطلاع رسانی فرمایید، ممنونم. من برای ایشون شماره تلفن خانم زنوسی رو فرستادم. بعد ایشون از من پرسید خانم زنوسی رشتهش اینه کجا؟ گفتم ببین دوست عزیز، من شما میگین نونوایی کجاست؟ میگم اونجاست. شما دیگه از من نپرس چه نونوایی میپزه، آردش چیه، چقدر انرژی داره. برید اینجوری یاد بگیریم، یکی که یک کاری انجام میده ازش تشکر کنیم، بریم فوری اونجا و امیدوارم پسر ایشون به زودی زود سلامت خودش رو به دست بیاره و خبر خوبش رو هم روی چیز بذاره. دوستان ما میخوام یک گله بکنیم از بار اول کارم گفته باشم، از دوستانی که برنامه من رو روی یوتیوب میبینید، روی لایک میبینید، روی فیسبوک میبینید، آخه دیگه یک بیلاخ دادن ببخشید جونتون در میره. 700 بذارید اصلا ما ببینیم برنامه قبل چند تا اومدن دیدن. ولی خب آقای موصلی شما اون فیلم آقای چیز که آخرین راه رو به مردم نشون داده نگاه کن، اگه خواستی این فیلم رو با مبلغ خیلی کمی من برای از تلویزیون پخش میکنم، امیدوارم مردم به این آقا بپیوندن و همون به جای الله و مسلم یا الله و نمیدونم گفت فلان و همه چی درست میشه و رضا شاه هم برگرده میاد ایران. عجب واقعا دنیایی داریم، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. بله نگاه کنید دوستان، ویدیو قبلی من مال هفته پیش 952 نفر دیدنش. چجوریه که ما یه نفر
لایک نزده. میشه من یه کاری اشتباه میکنم، یه چیزی رو باید انجام بدم، اینجا بذارید براتون بیارم، این بزرگترش کنم پایینترش هم ببینید اصلا، یا چجوریه که الان ما چند ماه این قسمت جوین رو گذاشتیم، طرف میاد برنامه رو میبینه، زنگ میزنه، فوش میده، ولی حتی از این گله میکنه که آها تو اومدی، همین دوستمون از کانادا که زنگ زده بود، تو اومدی این زیر اینو گذاشتی، شما میدونید این جوین رو کلیک کنید، ببینید اینجا این جوین رو کلیک کنید، مینویسه مای 4 دلار، مای 5 دلار، مای 8 دلار، مای 3 دلار، مای 100 دلار، اینا رو خود یوتیوب معین کرده. چه جوریه که کسی نمیاد؟ خب اگه اشکال از ما بگین تا ما برطرفش کنیم. چه کاری باید انجام بدیم که نمیدیم؟ اگه ببخشید خایمالی و نمیدونم چاپلوسی، نه نمیخوام، نه جوینتون رو میخوام، نه لایکتون رو میخوام، پیشکشتون در صورت این هم از این 952 تا امروز برنامه جانواری 23. دوستان عزیز ساعت 4:08 است، ما هنوز چند تا چیز اینجا داریم، یوتیوب و لایک و اینا رو هم گفتم، مقاله آقای امیر حسین لادن رو میخواستم بخونم و در مورد صحبت کنم که متاسفانه هم وقت نیست. ایشون راجع به سیمرغ و راجع به کاوه آهنگر نوشته و ولی ما یه مرغی داریم، مرغ حق میگفتن، منطق‌الطیر یه چیزی اینجوریه، اینم تو تاریخ اون اینا داریم و متاسفانه خیلی کسی از منطق‌الطیر صحبت نمیکنه، از مرغ حق صحبت نمیکنه، همه آرزوی سیمرغ، ولی آقای لادن از مرغ حق هم صحبت کرده. امیدوارم یه فرصتی بشه که با ایشون هم یه صحبتی داشته باشیم. الان چندین ماه هست که من با ایشون به اصطلاح گفت و شنودی در برنامه نداشتم. و اما مقاله امیر حسین لادن، کاوه یا سیمرغ، اینجا آقای موثقی نگاه کن عزیز من، وسط کاغذ من شما بودی، سید امیر موثقی از آخوندها هم بگویی، بعد اون ویدیو رو هم نوشتم، بعدم اینجا اومدم زرد کردم، 7 روز 21 ساعت در روز آزاده، حالا یه ساعت هم آقای چمنارا گرفته، 20 ساعت، 140 ساعت ما از این هفته تا هفته دیگه برنامه داریم. به شما نمیگیم مثل تلویزیون اندیشه 800 دلار بده برای یه ساعت، به شما نمیگیم مثل فلان تلویزیون 600 دلار 400 دلار 200 دلار بده، به شما میگیم ساعتی 20 دلار، ولی چون شما آدم خوبی هستی میگیم ساعتی 10 دلار، چون تو آلمان و اروپا زندگی میکنی 10 دلار ما میشه 8 یورو، شما ساعتی یا برنامه‌ای 8 یورو بده، شما 2 روز بده، ما 7 روز برای پخش میکنیم. این سوری آدم بدیه؟ مزدور آخونداز؟ خب خودت برنامه پخش روی یوتیوب برنامه بذار بشین، از سر کار که میان این آقای موثقی یه روز باورتون نمیشه، من دستهاشو کلیدم اشکم در اومد واقعا که چرا این مرد خدا جوونیشو برای مجاهدین کار کنه، الان درسته از من جوونتره ولی بالاخره یه سنی از رفته، بیان بره تو نونوایی تنور داغ دستش بسوزه و فلان اینا. ولی یادتون باشه دوستان، ما باید این هفته میومد، این هفته میرفت تا بلنشیم بریم یه تلویزیونی با افرادی مثل داور و سعید بهبهانی و اینها دمخور بشیم تا یه ساعت برنامه داشته باشیم. الان شما میتونید 24 ساعت رو یوتیوب برنامه بذارید، آقا یه دوربین بذار، هر وقت اومدی نشستی پشت میز با مردم صحبت کن، دوربین اصلا دوربین بزرگ و اینا که ما داشتیم اونا رو شما دیگه بریز دور، با تلفنت بشین یه برنامه ضبط کن بذار رو بری رو یوتیوب، با تلفنت برنامه ضبط کن رو فیسبوک ضبط میشه، فیسبوک برات ضبطش هم میکنه، پخش میشه زنده برات ضبطش هم میکنه، همه امکانات هست. ببخشید اینو میگم، نمیخوام بگم غیرت نیست، میخوام بگم عزم نیست، عزم جزم نیست، عزمتون رو جزم کنید، من در خدمت شما خواهم بود. خب این آقای سید امیر موثقی، تصویری جدید از لحظه رسیدن جیمز وب، این جیمز وب هم داره حالا میره تو کهکشان ها، میخواد به ما بگه آقا اینا که میگن 6000 سال خدا نشست گل بازی کرد کنار باغچه، آدم رو آفرید، بعد حوا رو آفرید، بعد این دوتا زن و بچه شدن، چه داستان هایی راجب بچه های آدم با هم دیگه دعوا، خب این بچه های آدم با هم دیگه ازدواج کردن، پس این اینایی که میگن این سنت پیغمبری ازدواج اصلا مزخرف همه اینا،
و میدونید که همین آقای نوذری رو برید گوش کنید، میگه 400 یا 200 سال پیش یک کشیشی رفته توی کجا واتیکان گفته دیگه این حرف 6000 سال پیش اینا رو نزنید، اینها طبق چیزایی که خودش استاد دانشگاه و فیزیک و اینها بوده. من شبها تا صبح رانی میکنم از آلمان تا پاریس و روز بعد از پاریس تا آلمان وقت آزاد خیلی کم دارم. چشم، خدمت میرسم. خیلی ممنون. همین. حالا من به شما قول میدم. الان شما بشین فکر کن، بگو من میخوام یک هفته، تو این هفته که میرم آلمان و میام پاریس و فلان، یک ساعت برای این وطنم بذارم. هفته یک ساعت میخوام بشینم روبروی این دوربین، از خوابت بگیر، بشین صحبت کن برای مردم، تجربیات خودت رو بگو، در سازمان چه کار کردی، به شما چه گذشت، الان چه کار میکنی، اون وقت ببین که برنامه شما بهتر از برنامه من هست یا نه. سخن که از دل برایت، لاجرم بر دل نشینم. و الا شما فکر میکنید من الان دلم نمیخواست قبل از اینکه اصلا بیام برنامه برم اونجا یه چایی هم بذارم، بچه هم که میان من به جای کت شلوار نشسته باشم توی تنبون ورزشی شلوارگرم و پیرنگرم. منم مشغولم، منم کار دارم، دیگرانم کار دارن، ولی اونا میان ارجعیت ها رو چیز میکنن، بالا و پایین میکنن، جا باز میکنن برای اینکه امروز بیاد با شما باشه، امروز بیاد با دوستش اکبری باشه، امروز با آقای زمانیان باشه، امروز تشکر کنه از کردار، تشکر کنه از آقای سعیدی. مطمئنم که اون وقت شما یه ساعت که چیه 10 ساعت پیدا میکنه. نصف شب بیدار میشی، بیا بشین جلوی دوربینه، بگو که خوابم نبرد، فکر ایران بودم، اگرم صورتم خست. یه چیزی بهتون بگم، پاسپورت که میخوام برم عکس میگیرم، از داداشم پرسیدم کجا خوبه، گفت اونجا 15 دلار، اونجا 7 دلار نیم فلان اینا، ولی اونجا نرو، خوب عکس نمیگیرن. گفتم آقا باورت نمیشه، من آخرین باری که رفتم پاسپورت عکس گرفتم، رفتم اینجا میری پستخونه، همونجا کار پاسپورت انجام میده، خانم آمریکایی بود. بعد من گفت لبخند، گفتم نه من اتفاقا دوست دارم اینجوری کنم، یکم هم موهام خوب بهتر بلندتر بود، یکم هم اینجوری کنم. گفت چرا؟ گفتم آخه شما پاسپورت رو وقتی استفاده میکنی که یا داری میری مسافرت تمام روز نگرانی و خسته و اسباب بکش از این ماشین به اون ماشین و اینا، یا رسیدی مثلا ترکیه فلان خواب بودی اینجوری بودی میای، حالا اگه منو ببینن بعد نگاه میکنن میگن ای این آدم خوشگله تو بودی، نمیشه، باید بد باشه. خانم کلی خندید، گفت حالا پس من از این به بعد به مردم بگم موهاشون رو بریزن به هم و به اصطلاح قیافشون رو هم بد کنن. اینم تصویر جدید از جیمز وب. اجاقای گازی دوستان به زودی از بین خواهد رفت، چون میگن هم گازی که تو خونه میسوزونه دیگه صداشون در اومده، باید برم. خب دوستان عزیز، اینم بعدن اجاقای گازی رو میگیم. از سوار سبز پوش اینا حتما پیدا کنید، بهتون میخواستم نشون بدم که خیلی جالبه. اول برای من یه نفر یه قسمتی رو فرستاد که یه نفر تو خیابون داره راه میره، پلیس و مردم اینا دورشن میزنن شلیک میکنن فلان، بعد نوشته بود ببینید توی ایران با سر جوانا چی میارن. بعد یه دوست دیگه ویدیوی کامل فرستاد که این آقا سوار بر اسب سبز پوش، من نگرانم این همون دیوونه نباشه که من 2-3 ماه پیشم صحبت کرده بودم، میگو بیایید من دکتر فلانی هستم، بهش گفتم خب بیا مصاحبه کن، گفت من باید برم اجازه بگیرم، گفت تو که میگی من رهبرم، آخه آشغال تو اگه رهبری که نباید از کسی اجازه بگیر بمانم. فکر کنم همون باشه، قیافه و ایناش میاد، ولی هر کیه از سوار خوبیه، چپ دست با دست چپ شمشیر گرفته، با دست راست این اسب رو هدایت میکنه و میزنه شیشه ماشینا رو میشکنه، اینجا باشه 100 تا تیر خالی میکنن تو بدنش، تو پا و اینا هم نمیزنن. تو آمریکا فلسفه پلیس میگه شوت تو کیل، یعنی شلیک کن تا بکشی. تو ایران میبینن بدبخت میده و دنبالش اینا میزنه تو پاله، ببینید بعضی از این الاغا از اون بالا زده مثلا تو پیشونی یه نفر یا فلان، ولی تو آمریکا شوت تو کیل. ببینید کلا ترس داریم ما، سانسور داریم، یه چیز حقیقی رو تعریف میکنیم، ولی باز باید اونم بگیم که آقا اونجا میکشن، اینجا میکشن، اونجا اینجوری میکشن، اینجا میکشن. در اصل این فیلم رو هم ببینید، یه آدم سبز پوشی سوار بر اسب توی خیابون، ولی توضیحات نبود که کجا هست و اینا، ممکن از نمره ماشینا بفهمیم کجا هست که نمره ماشینا رو هم
دوستان ایرانی همیشه پاتی پاتی میگیرن. یه روز به دلیل اون چیزای فرد و زوج، یه روز به دلیل اینکه میخواد بومی باشه، یه روز به دلیل اینکه میخواد بومی نباشه. ما ملت هم خودمون یه جورایی کرم داریم. خب فیلم قهرمان وقتی میخواین اگه انگلیسی میخواین پیداش کنید، باید بنویسید A Hero، یعنی یک قهرمان. A Hero. سرما در نیویورک، سرما در پاریس. برید ببینید تو پاریس یه عکاسی رو کشت سرما، این و این. و دکتر اسام نوذری هم گفتم، عکس شقایق رو نشون دادم. معنی تساهل شما میدونید یعنی چی؟ با سین و هی دو چشم. ایران 2500 ساله، عکابه، حجاب. حتما شنیدید تو خبرها اومده بود که مجاهدین تلویزیون ایران رو هک کردن. بعد گفتم خب بالاخره این چیز کونه هایی که دادن بهشون تو آلبانی، کامپیوتر کونه ها کار میکنه. به یکی از دوستان گفتم بالاخره به یه جایی رسیدن، 10 ثانیه رفتن رو تلویزیون، گفت نه آقا اصلا اینجوری نبوده. دو تا پاسیبیلیتی یا دو تا امکان هست. یکیش این که خود آخونده این کار کردن که توجهات برگرده از ماجرای سفر خفت‌آمیز رئیسی به این. یکی دیگه این که یه نفر تو سازمان رادیو تلویزیون ناراحت بوده این فیلم رو به جای بیرول گذاشته، و امروز هم دیدم نوشته بود، آقای عزیزی نوشته بود، عزیزان، فضال عزیزان، که اون کسی که این کار کرده از ایران فرار کرده. حالا راست یا دروغ نمیدونم، ولی مجاهدین نگاه کنید. من یادمه دوست ما هادی نیازمند، داداشش آقای احمد نیاز، 7 برادر بودن، احمد، کریم، قدرت، هاشم، محمد، هادی، کوچکترینشون بود، با من دوست و همکلاسی، هم مدرسه ای بود، هیچ وقت همکلاسی نبود. بعد این هادی یه دفعه من گفت که داداش من گفتن برو دوستات بیار امشب مدرسه. گفتم شب مدرسه؟ گفت آره، میخوان کلاس اکابر درست کنن. کلاس اکابر، آره، آقای موثقی میگه یا کار اسرائیل بوده، ممکنه، بله. کلاس اکابر این یعنی کبر سن، از این اومده بود، کلاس بزرگ سالان، که اونایی که کارگر، این فکر و ایده خیلی خوبی بوده، ولی چون همون نظامم همه چیش قلابی و تقلب بود، حتی معلم آموزش پرورش داداش خودش رو فرستاد ماها رو میبرد اونجا، ما به عنوان کارگر بی سواد بشینیم سر کلاس، وقت اینا ورد نمیدونم فیشی آدمون بدن، ما میخندیدیم، مسخره میکردیم. دو نفر بیچارم که حقیقی اومده بودن، اونا هم خسته بودن، خوابشون میبرد. این عکس منو یاد کلاس های اکابر این ایران انداخت. و این عکس من فکر نمی کنم توی این سالن این پیرمردایی که بیچاره یا پوشک بستن یا 100 تا قرص خوردن تا بتونن اینجا بشینن، یا اون خانم، این عکس خانم از همش جالب تره، بذارید بهتون نشون بدم. این خانم اولی ماشاءالله. ولی این دوستان اینا هم زندگی سختی دارن. اینا اون شعره بود، چیز میخوند سمد، نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. شما نگاه کنید این خانمه، ما نمیدونم 70 سالش هست دیگه قشنگ. البته این بیچاره ها چون سیبیل و ریش و اینا رو نمیزنن، 50 سالشون هم که هست این شکلی هست. ولی از لحاظ سن و سال سازمان اینجا در اصلا من فکر نمیکنم اینا بتونن سیستمای ایران و اونم رادیو تلویزیون ایران که همه دنیا از دستشون عاجزن و اینا میگن اینا میان انگولک میکنن، ناگفته نماند. تا حالا ایران بعد از این فیلمای جاسوسی و نمیدونم گانگوچ چی بود، اون گاندو بازی میکنن، دیدیم که چپ و راست اسرائیل میره میزنه، ناگفته نماند. من اینجا برای یه شرکتی کار میکنم که 3 میلیون ماشین فروخته تا حالا، همین الان که نامش، 2 تا نامه برای من فرستاده که ما سایتمون هک شده، اطلاعات شما دزدیده شده، چک کنید، اگه مشکلی پیش اومد با وکیل ما تماس بگیرید. اینا که یعنی بانک ها، شرکت ها، بیمارستان ها امان نیستن از دست هک شدن، و شده یک ممر درآمدی براشون. مدرسه های اینجا چپ و راست هک میشن، خیلی از اینا بدون اینکه صداشون در بیاد پول میدن کارشون انجام بشه. بیمارستان ها میگن اگر ما بگیم هک شده، تو پلیس بیا، تو فلان، اینا مریضا میمیرن، مردم دیگه اطمینان نمیکنن، باج میدن میرن. از این از مادرهای سازمان هست
حتما بالای 70 هست. امیدواریم این بنده خدا هم یه روز آزاد بشه و امیدواریم که بتونه این کامپیوتر رو در راه تماس با خانوادهش استفاده کنه. دوستان عزیز، از یکایک شما ممنونم، از آقای موثقی بیشتر ممنونم که باعث شد من رو به اصطلاح مجبور کنه به دوستان فلسفه تلویزیون مردم رو بگم و ما سابقمون هم نشون میده که اینجا شاه اللهی، سلطنت طلب، طرفدار پادشاهی، خداپرست، کلیمی، یهودی، صهیونیست، مسیحی، هر چی شما بگی توی تلویزیون برنامه داشته. یعنی دیگه همسرجون.com این خانم چیز برنامه داشته، یه خانمی بود فالگیر بود برنامه داشته. یعنی ما نشون دادیم که اینجا همین معنی مردم تیوی واقعا مردم تیویه. حالا منتظریم شما نشون بدیم که مردمم بیان بگیم شما داری میری فرانسه، اینجا این کارو میکنن، راننده ها چیزشونو میذارن، این دوربینو الان دیگه تلفناتون هم میتونید ازش استفاده کنید، میذارن فیلم پر میکنن، حرف میزنن، به دیگران میگن، میگن دوستان مثلا وقتی میای صبح اینجا مه گرفته مواظب باش، دوستان اینجا همیشه پلیس وایساده یواش برید، دوستان اینجا اینجور اینجور. شما به جای این راجع به خمینی و خامنه ای و آخوندهای قاتل و نمیدونم کشتار، هر چی که دلت میخواد صحبت کن. و من این قول به شما میدم، شما حتی اگه به خود من فوش بدی، ایراد بگیری، من اونو حذف نمی کنم، من اونو ریجکت نمی کنم، میگم آقا اینجا به من فوش دادی، نه شما فوشتو میدی و من میام میگم. همین جوری که اون دوستی که زنگ زده بود فوش داده بود، من اومدم تلفن رو برداشتم، سلام کردم، براش پیغام گذاشتم، بعد اون گفت که عجب اشتباهی من کردم. این سوربی اینجوری انتقاد پذیره. این که انتقاد پذیره، چرا من اینجوری باهاش صحبت کردم؟ میگم آقا دفعه دیگه کمتر اسم آقای اکبری رو بدم، برنامه خسته کننده میشه. ولی خب اکبریه دیگه. گفتم آقا وقتی من یه چیزی گفتم، تا گفتم این گشته پیدا کرده فرستاده، بهش نگم ممنون. خب من اولاغ که نیستم که، والا اولاغ هم وقتی الف میبری بهش میدی یه سر تکون میده. در اصل ممنونم از همون دوستمون که پیغام گذاشته، ممنونم از دوستان دیگه. بله اینجا نشته نسرین رجب‌زاده، این جاسوس و یا نفوذی بوده و چیز غیر عادی نیست، همه جا اتفاق میفته. منظورتون اون چیزی که تصویر و اینا رو چیز کردن؟ بله، توی حتی سیستمای اتمی و اینا خود اسرائیل گفته ما نیروهای زیادی داریم که با ما در تماسن، با ما، و این نرماله، معمولیه. حالا اینا آخونده هی به جایی که بیان فیلم بسازن چوسی خوشخالی بیان، باید اینا رو بالاتر ببرن، حتی دستگاهی بزنن صبح تا صبح از طرف سوال کنن شما امروز ناراحت هستی از خانواده‌ات یه دفعه اینجا رو منفجر کنی یا نه، دروغ سنج بذارن، اینجوری باشه. به اونجا هم میرسیم. ممنونم. من اسم شما رو تا حالا ندیدم، خانم نسرین رجب‌زاده. به شما هم همونجوری که به خانم الهی خانم پیشنهاد کردم، این زاده رو یه قسمت جدا بنویسید یا زیش رو بزرگ بنویسید، اگه فاصله بذارید که دیگه میشه نمبر وان. دوستان یادتون نره لایک کلیک، لایک کلیک، سابسکرایب. این چه وضعیه مسخره در آوردی؟ میای میشین فیسبوک نگاه میکنید، خب لایک بزنید، میای میشین یوتیوب نگاه میکنید، لایک بزنید دیگه. چون اونی که دشمنه میگه نگاه کن هزار نفر اومدن نگاه کردن یه لایک نزده، میگم اولاق همین که من تونستم هزار نفر بیارم بشینن نگاه کنن، نشون میده من یه حرفی برای گفتن دارم. تو بیا برنامه بذار، تویی که نه عکس داری، نه اسم داری، نه شعور داری، نه فهم داری. درستان ممنون و متشکرم خانم رجب‌زاده و دوستان دیگه. برنامه ما امروز دیگه رفت از 120 دقیقه به طرف 150 دقیقه. من اگه میخواستم 60 دقیقه با شما باشم و برم دنبال کارم، ولی میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. روز و روزگار بر شما خوش. منتظر شما هستم که یا ویدیوهای خودتون یا ویدیوهای افرادی رو که باورشون دارید. آقا ویدیوی مانوک خدابخشیان شما میخواید؟ به من بگو آقا فلان روز اینا این لینکش برای من پخش کن یه هفته، مانوک بیاد اینجا حرف بزنه. شما هم اطلاعات شما رو بنویسن که مردم با شما تماس بگیرن. تو شما میگی من خودم رهبرم، خودم هم حتما برنامه داری دیگه، ولی آدم رهبر باشه بی برنامه
رهبر بی برنامه هزار تا داریم، هیچ کنش هم به جایی نرسیده. روز روزگار بر شما خوش. و گفت که نیش عقرب نه از رای کین است، انقضای اقتضای، انقضای یعنی باطل شدن، اقتضای یعنی طبیعتش، اقتضای طبیعتش اینه. اگه من یک کمی نقنق میکنم به دلیل اینکه سعی میکنم اون چیزی که تو دلمه از طریق زبان بیان کنم. دلیل دومه شاید اینه که من از 16 سالگی معلم بودم و معلم متاسفانه تو ایران فقط کارش این بود که اشکال بگیره. یه ما یاد ندادن که راهنمایی کن تا اشکالاش برطرف بشه. اول ما گفتن اشکال بگیر، ولی من یکی از افتخارام اینه در 50 سال میگذره از این معلم بودن. حالا بعدم به این صورت هیچ وقت نه یک بچه رو کتک زدم، نه یک بچه رو تنبیه کردم از کلاس بکنم بیرون، چون به نظر من معلمایی که بچه ها رو از کلاس میکردن بیرون الاغ بودن، شعور نداشتن. این بچه از خداش از کلاس بره بیرون. بزرگترین تنبیه اینه که مثل آمریکا دیتنشن، یعنی بازداشتش کنی تو مدرسه باشه، بگی کلاس بعد از ظهر هم باید بشینی یه ساعت تو بشین، من میخوام ورقه دیگران رو تصحیح کنم برات، هی بخونم املاها رو که تو ببینی من مثلا 20 تا املا که میخونم چقدر اذیت میشه کلم. ولی تام با من اینجوری به جای تنبیه میگه برو بیرون. سربی هم از کلاس میرفت بیرون، همین آقای لطیفی منو کرد بیرون از کلاس درس فنی. من رفتم وایسادم والیبال تیغی، دوستانی که تیغی بازی میکردن میدونن تیغی یعنی چی، نه تیغ تو دستته، قمار. دوستان عزیز دیگه واقعا خسته شدم، 66 سال 2 ساعت این برنامه داشته باشه، یه ساعت شب قبلش با یه مهمانی به نام آقای فتایان، غفور فتایان، به نظر من بازم خودش خوبه تو این سن. شما امتحان کن ببین میتونی 5 دقیقه برنامه بذاری، میتونی 10 دقیقه برنامه بذاری. من یه روزای 8 ساعت 9 ساعت برنامه میذاشتم. گذشت آن زمانی که آسان گذشت، بعضیا میگن گذشت آن زمانی که آسان گذشت، اون گونه این گونه هج. دوستان بس دیگه، بریم یه کمی تأمل کنید تا من براتون ویدیوهای امروز رو ردیف کنم. و هنوز ویدیوی از آقای چمن آراب نرسیده برای این هفته، پس میشه برنامه من و برنامه کانون آوا. آوا 2 ساعت و نیم، 1 ساعتم کانون آوا، 3 ساعت و نیم، 20 ساعت و نیم در روز. اگه شما برنامه ندی ما اینا هی تکرار میکنیم. آها، از این هفته تصمیم گرفتم برنامه 2 هفته رو بذارم که شما با اون امکانی که هست اینم نشون بدم، چون یه نفر گفتود آقا من هر کاری میکنم نمیشه. نگاه کنید دوستان، وقتی میایین روی مردمتیوی.com این صفحه رو میبینید، بذار من اینو اینجوری ببندم، این صفحه رو میبینید، یه کمی هم کوچیکش کنم که بیاد بالا. خب نگاه کنید این صفحه که الان رو کامپیوتر من، تمام کامپیوترم بهتون نشون میدم که شما ببینید. اولا یه دو تا تبلیغ میاد، خب این تبلیغ ها رو یه کلیکی بکنید بد نیست. این رفته یه روی یه ثانیه اتفاق عوض میکنه، ببخش روی این کامرای سه. نگاه کنید این صفحه مردم تیویه. وقتی شما میان مردمتیوی.com، خب این آگهی ها شما میتونید داشته باشید. بارها گفتم صفحه اول روزنامه های ایران اینجاست، حمایت این ور و این ور، شبکه های تلویزیون ایران، برنامه های ویدیوی خود من اینجاست. ولی اون چی که بعضی ها براشون مهمه، این برنامه زنده است. اگه یه وقت رو فیسبوک چیزی خانم اعلان کنم میگه برو آقا کتک، واقعا درست میگه، کتک نمیزنه ولی میپرن رو سر کلم اینا، از کتک بیشتر در میگه. ببینید دوستان اینجا که میای با فارسی نوشتیم اینجا را کلیک کنید و تماشا کنید، اینجا با انگلیسی نوشتیم کلیک هیر تو واچ مردم تیوی. اینو که کلیک میکنید یه آقای خوشتیپی معمولا میاد به نام سوربی. ولی اون چه مهمه اینه، اولا شما میتونید این صفحه رو بزرگ کنید، ببینید همه کامپیوترتون بشه اون. بعد حالا نشد چون این صفحه در صفحه شده، چرا اینجوری شده من نمیدونم، بذارید من از برگردم دوباره. بعد وقتا ما دیگه خیلی میخوایم پوز بدیم خرابش میکنیم. پوز دادن آدم رو بیچاره میکنه، پوز دادن آدم رو واقعا بدبخت و داغون میکنه. نگاه کنید دوستان این پایین ببینید نوشته یوتیوب، این 12 ساعت برنامه ها رو نگه میداره. ببینم الان، ببینید برگردید اینجا،
برنامه هفته پیش کانون آوا، برنامه آقای فرزاد نیساری اینه، 12 ساعت برنامه رو برقم. من فکر کردم خب چرا هر به جای این دو تا برنامه میذارم، برنامه این هفته، برنامه هفته قبل، برنامه کانون آوا خودم. پس شد آقا 2 تا 3 ساعت و نیم میشه 7 ساعت، 17 ساعت برای دوستان برنامه داریم. الهی خانم چشم، من میرم با نواهان باشم، شما هم با فامیل با دوستان باشین. امیدوارم همه خوب سلامت شاد باشید، تا هفته دیگه هم باز با هم باشیم. اگر موضوع خاصی هست که میخوان در مورد صحبت کنید یا دیگران را هم دعوت کنید به بحث و گفتگو، برای من یه ایمیل ساده بفرستید. ایمیل هم که از اول برنامه تا آخر برنامه info@mardomtv.com. ما همه چی رو آسون کردیم، نمیگیم نمیدونم پاوتاو سوربی خط بالا خط پایین هزار و فلان، نه، info@mardomtv.com. شماره تلفن 202-695-2573. از همهش جالبتر اینه که شما با ورود به همین صفحه مردم تیوی همه اینا اینجاست، این تلفن این بالاست، این ایمیل اینجاست، یعنی تا اونجایی که من میتونستم همه اینا رو جا دادم که شما راحت باشین. ملت میگن آقا برو خفه شدی یا؟ خب چشم، مرسی، با امید دیدارتون. روز روزگار و شما خوش.